سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون و فرهاد و فرزاد نشستن سلام 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 ام... سی سر پنجه و سه بله امروز سر پنجه و سه. بعد از سه هفته برگشتیم و در باب اپیزود 353 هستیم اینطوری میگن فکر نمی آره اونطور تو اشتباه باشه ام... شروفه سلام امیدوارم اه. که حالتون خوب باشه ما این مدت چیکار کردیم نبودیم من که فقط داشتم دختر اسفانیه رو نگاه میکردم <applause> فقط دارم رو لحجه اسفانیم <applause> کار میکنم خیلی مسلط شدی روی اون چند ثانیه <applause> من بیشتر روی قسمت کفتار نداده است و میلولت اینا رو من این دوتا رو دارم تمرین میکنم یه احساس میکنم؟ هم ازش اومد احساس میکنم خیلی دقیق باشه احساس میکنم که بتونم ازش تو زندگیم استفاده بکنم دقیق باشه منظوره چیه؟ یعنی اون جملاتی که استفاده که قشنگ دقیقه من هم میتونم ازش استفاده بکنم خب که احتمالا همه شنیدین دیگه ولی اگر نشیدین <تصفح> استوری گذاشتیم استوری نذاشتم چند روز پیش استوری گذاشتیم که الان دارین راجبش میشنوین قشنگ آها او بابا تو چه ستاپی کردی نه یه مثلا دو هفته یه بانوی البته حیف بانو نه نمیدونی چرا آخر نگاه که آخر رفتار و کردار خانومه ببین یه کم ویدیوی اومد بیرون من قصد احانه و تو این هیچ کس ندارم همه رو به یک اندازه ما دوست داریم ایشون یه ویدیویی از ایشون پخش شد که دارن درباب این که چرا بقیه از اسفانی ها ممکنه بعدشون بیاد صحبت میکنن و میگن که تو مثلا من مثلا شیرازی تو با حال جون به چی چی به باج, باج نداده آره خلاصه در مورد اسفانی ها میگن و اینکه اسفانی ها خیلی پول دارستن و بقیه تو پنج شست متر زیر بنا تو هم میلونن <applause> آره و خلاصه امیدوار بودم که لذت بردم از لحجهشون ولی از شخصیتشون خیر خیلی زننده است من اینو تو توییتر دیده بودم و ازش گذشتم صداش هم در نیاوردم بعد دیدم تو فرستادی چرا تو ازش گذشتی از چیزی اینی این که اینو من ببینم حتما برات میفرستم آخه آره چون همیشه با مطالب فاخر. ولی نه ولی این نمره منفیه اینو اصلا نمیشه اکانت های توییتری که برام میفرستی میگی من سر این به فنا رفتم شما هم برید اشکال نداره اینو نا مثبته ارجایت چرا چون همشهری بودن نه به خاطر خب اصلا اگه خودت میفرستادی خیلی نمره منفی کمتری داشت تو من بفرستم آره من که فرستادم دیگه مثل چی نمیتونی بگی اگر خودت می میوادی لو می دادی که یه چیزی وجود داره و اصلا ایشون گردن نمیگیره آقا ایشون خودش اسوانه گردن گرفته چی داری میگی نه. این خودش همه رو گردن گرفت تو زیر بنا باج به کفتار ندرست خیلی دندونای تیزی هم من زیاد مشکل با دندوناشون نداشتم من مشکل ندارم این مشاهده است کاش صدای مانو بذاریم رو تصویر تو خره بگویید علی اصغر آره تاب بود ولی آره جالبه خلاصه من هست هفته گذاشتم اینجوری گذشته با این خانم گذشته شما چه خبر چیکار کردید قبلش هم که روی آیسان بودیم دیگه من آقا اصلا تو با هم تو یه کلم تو جمله نبا بیاری آیسان که هنوز هست واقعا یکی از دلایل ای که من دارم بیشتر ورزش میکنم واقعا آیسانه چرا دروغ چرا میبینم ورزش میکنه حال میده دیگه منم میرم ورزش میکنم اه. آره س... هر موقع هر کاری میکنم میگه بدنه ببین <applause> بارو بگی, بارو بگی. <applause> <دوست> خیلی خوشحالم <applause> که یه سری از ام... یه سری آدم های جدید شناختم امیدوارم که رو همین مسیر پیش بره. دیدی بعضی وقتا اینجوری نمی‌مونه. اشتباه میشه. من امیدوارم که نشه و امیدوارم که خوب همیشه. منم هر روز میگم هالیوود میخواد بره هالیوود گفته. فقط خونش میخواد بره هالیوود یعنی خودش نمیخواد بره. خودش بازی خودش نمیخواد بازی 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 کنه. فکر نکنم. چرا اینجوری که همیشه میگه؟ مگه؟ نه اشتباه میکنه دیگه. با اشتباهتون همینه این میخواد بره هالیوود رو به استخ جونیتار روشن کنه. بشینه چه پولی بره, بره, بره دیگه. نه دا 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 دا. دیگه میگه یه پولی گیرم بیاد که برم هالیوود خونه رو به ویو بزن در روی همیشه هست یه پولی از یه جایی بیاد دیگه ما شل کنیم نه بنده خدا داره شاهد. مثل خر ببخشید <تصفح> من معذرت میخوام مثل چیز داره <تصفح> کار میکنه بلوزه. هر روز بنده <تصفح> آقا نگید نمیدونیم در مورد زندگی مردم نمیدونیم دیسشون نکنید در یکی یکیو میدونیم میشناسیم دیس میکنیم تا فردا آره. ولی این هنوز معلوم نیست خیلی هم دیس نکرده داریم ها و... حالا <تصفح> خیلی <تصفح> دیس نکرده رو نمیدونم میتونیم اگه اگه دارید که رو کنید من که دیگه من خیلی وقت دیگه همه چی گذاشتم کنار دیگه تو پادکست اصلا کلا دیگه هرچی بخوایم میگیم دیگه خدا میلا جان اون بر فقط داره بوغ میذاره رو صدای من به بوغه پشم توی پشم رو تلفن خودمونم نمیتونه باشه ولی آره آیسانم جالبه برام جزوه نمیدونم چرا و البته خیلی تو توییتر دیده بودم که میخوان تخریب کنن و فلان و بیسار و اینا ولی من لذت میبرم من دارم موتیویشن میگیرم آره باحاله جالبه برام همیشه هست یه اتفاق که میفته یه سری میخوان و کسایی که لهجهشون رو دوست دارن و خیلی دوست <تصفح> اصلا میبینی یه کانفیدنس دیگه داره طرف موقعی که لهجهش دوست داره خیلی حال میده یعنی من دوست داشتم که میتونستم اینقدر مسلط شیرازی صحبت کنم و اگه میتونستم هر روز صحبت میکردم بخوای میتونی ولی اینطوری تو پابلیک نه نه تو پابل... یه سری جملات رو من بلده یعنی م... نمیتونم کامل گیلی و عذاب بکشم بیرون یه <تصفح> جاش به هر سوتی میدم و اون بد میشه <تصفح> شما هم هستین فرض جان بله بله بفرمایید یه صحبت دور اومدن یخ شما بشه بچه‌ها دو تا صداتون رو بشنون من یکم الان با میکروفون غریبه چون خیلی وقت نه تو اپیزود قبلی هم نبودی آره قبلی نبودم اونو سفر بود ها یه داستانی بود سفر بودم سفر قطع کردم همیشه به سفر مرسی جا شما خالی بود میخوای توضیح بدی اصلا نمیخوای چرا؟ اگه ما... نمیخوای رد چیم میخوای بگو توی این یک ماه اخیر آره ما دو تا سفر داشتیم یه سفر ماشینی به ایالت به استان آلبرتا دوست و همسایه و سفر هوایی به نیویورک جاتون خالی خیلی اتفاقی دیگه یعنی اصلا فکرشو نمیکردیم تو چرا دوست و همسایه گفت جالب بود ولی خوه. شما بنف کسی رفته تا حالا خیلی. از این متاسفانه واقعا یه لبل دیگه برو من سری برنامه دارم که یه سری جواب خیلی عجیب غریب و مطمئنم بهشم نمیرسم ولی ولی جالب بود ما فکر کردیم حالا من با امیدم چک کرده بودم اون یه به من گفته بود که دیر گرم میشه بنف. امید دیگه جا افتاده است تو پادکست دیگه بله آها آه بله جا افتاده است سلام <applause> سلام دیفاین شده بله به من گفته بود که مثلا مبارک امید جون اینا نرو یا حداقل اوایل جون نرو چون سرد هنوز بعد ما گفتیم خب دیگه پس حتما آخر جون یکم گرم میشه بعد <تصفح> رفتیم دو روز اول واقعا سرد بود توی آب هم رفتید نه, نه. سرد بوده فیزیکلی بریم تو آب آره. نه قایر روی های کوینام رفتیم رفتیم تو آبای رنگی منظورته خیلی خوب بود های خوشگلا خوش آره دیگه تن آبی که تو بنف میشستم اونه من اینکه آب دیگه ای داشته باشه که من نمیدونم آره هست دیگه دیگه حالا سفر چیزو به تو گفتم نمیدونم کارو میدونه بنف ما چه جوری رفتیم منم, منم فقط به من قبلش گفتیم من واقعا چه جوری پیش رفت آره ما یه ایده ای که ایده ای من بود ایده دوزی نبود گوش دید وقتی دارید ایده رو میشنویم به دختر فکر کنید همونی که در میاره باجه کفتار نده برو ما ما اینجا کفتار هتله برو من دیگه نمیتونم اگر... گوش اشکال نداره بگو تم این اپیزود دختر ما دیدیم که تقریبا دیر تصمیم گرفتیم به بنف رفتن یعنی الان ایمان میگه میخواد امسال بره بنف و از الان برنامه بریزه چون جای سخت گیر میاد و اگر گیر بیاری دیگه باید یه قیمت های عجیب غریب بدی نمیدونم باید همین میگم نمیرم احتمالا برنامه <تصفح> هم از نمیرم بعد تصمیم به این شد که ما یه تسلایی رنت کنیم مدل وای که بزرگتره و با همون تسلا بریم بنف و تو همون تسلا هم کمپ کنیم چرا یهو این حرکت دیگه چون باج به کفتار <تصفح> ندرست <تصفح> <تصفح> اون ماشه خواهد که بزرگه نه نه اون ماشه من نمیتونم بخواب اون, اون اصلا یکی قابلیتش اینه آره بره. آره بعد خب من هم مثلا گفته بودید ماشه. به اون رنتال کامپنی که میخواین آره، کار بکنید که میخواین توش کمپ کنید گفته بودید آره قبلش گفتم خود مطمئن چون <تصف> <جو> بوی کسافت <تصفق> <تصفق> میگیره اونجا نه آدم توی زندگی <تصفق> کنه بو نمیگیره ماشه. آخه یه مودی داره کمپینگ مود داره آخه من اینا رو نمیدونم اینا رو بعد بهمون بگی هم درجه دما رو حفظ میکنه اونی که بهش بدی هم ونتیلیشن نه بابا بعد یه دونه کمپ سایت رنت کردیم اونجایی که همه با آر وی میرن وایس دور تو دور اون پر آروی بود ما مثلا با یه دونه تسلا کوچولو همه نگاه میکردن چادر هم زدیم یه چادر هم زدیم خب چادر هم زدیم ولی چ... تو چادر نخوابیدیم اون بیشتر حالت فقط وسایل تنت وسایل تنته... استورج بوده <تصفح> <تصفح> زیرش آخه بارون زد دیگه میگم دو روز اول زار هوا مساعد نبود اوکی. ولی در کل تجربه با حالی بود به نظرم ده. آها پس چند ماشین بودید آره ولی کردم چند روز چهار روز उهو, چهار, چهار با رفت و برگشت آره یعنی دو روز اونجا بودیم نه 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 ببخشید چهار روز اونجا بودیم آه چهار روز, روز اونجا بودیم یه روزم رفتیم یه روز هم رفتیم. آره چهار روز و سه شب بعد تو رای هم وایسادین نه همه مستقیم 10 ساعت رانندگی بود تو راه برگشت کیدز دیز دیز ساعت آ شما که رفتیم پایین نیست آگاه. توی مرز بی سی و یه دونه چیز هات, هات سپرینگ هست آبگرم Re... عبز... آبگرم <تص> نه ر... ا... ریدیم اسمش خیلی باحال بودونم یعنی yani پیشنهاد کمونم برید اگر که چون من قبلا تو ایران تو سرین یا آستارا رفته بودم سرین بعد آره تجربه خیلی عجیبی داشتم از اونجا با سیبیلا اصلا بار رگولیتد بودی کنار سیبیلا آب یه شایعه ای تو ایران بود این آب گرم گوگرد داره فلان اینو که میرفتن میگفتن <تصفح> <خوب تصفح> <تصفح> چون آبش گرمه بعد اونجا اسپرم تا نمیدونم چقدر مدت زنده میمونه و مثلا رفتن کسایی که حامله شدن بله خیلی شایعه ای بود اصلا من نمیدونم ساینتیفیکه یا نه ولی یه بروسن نه نیست خیلی مطرح میشد تو ایران که اصلا غیر منطقی خارج ایران هم بود این داستان توی دبیرستان که ما بودیم یه سری دخترها اینو ادعا میکردن که رفتن سر سر خب در این سره این اگر, اگر یه اینا اصلا راجبش انجام شده ولی دروغه ها شما پس پیشی چون میف باسترز کاش بودن و الان یه سره این ده. میرفتن ولی ایران همینه یه عالم اطلاعات رندومی داره که به ندرت به کار میاد ولی وقتی به کار میاد عالیه دیروز حسین اومد تو خونه من بعد یه جوری داشت اطلاعات رندوم داشت کویز هم می‌کرد گفت <تصحيح> کن چرا یه سری سوال می‌پرسید اوه احتمال بوده نه اتفاقا اومده و فخوش خالی کنه چرا <تصحيح> <تصحيح> چرا هی سوال از من می‌پرسی احساس می‌کنه اومدن بی سوالی بین حرفای فرزاد شما ایران ما آخه این این بلنده خب باشه خسته نمی‌شم من اینجوری میافتم جلو آره اونم بلند ارتفاع گرفت نه این خوبه چون کج میشینه پشتیش نه این من. نیست من از این میکروفون استفاده میکنم این آها این این ایه. نه این بهش وصل شده برای همین ارتفاع شورده بالا خب شما ایه. آب برو بودید ایران نه حالا برو که دیگه ما دو بار نه آخه این بار اسوان آره سه بار نه بیشتر. اسوان آبی شده محلات آره محلات, محلات. 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 محلات هم تهران چیزی که اطرافش آب گرم نه, خب یه سری میکوبیده بلی... میرفتن سرین و... تو تهران استخر موده جکوزی وای ببین سیبیلا عشق جکوزی هم تو ایران اصلا ایران نمیدونم چرا همه عاشق ج... استخرا جکوزی هست شخص دیگه نه بابا نه بابا پابلیک. پابلیک میرن گرون الان یه استخرای اومده اونه... از آینده من گرون بله خب خیلی کوالیتیش خوبه خدایی آره, آره, آره. تمام, آره. دیلای بزرگ ایرانم هم فکر کنم تو همین استخرا استخرا دیدن با پرتغال. آره با کن آره خیلی خوب بود تو استخرا جینکی سرباز داشت یادت میاد باغ کسافت عجب جایی بود باغ کسافت اسمش باغ کسافت چیز داشت نه یه سرسوره‌ای داشت بله بله. آره اون باله فاز 3 بود آره یارش بخه اه... یه روزایی زنانه بود یه روزایی مردانه و میرف... ما خیلی میرفتیم بچه که بودیم مخصوص اکباتانی ها بود یا همه میتونستم همه میتونستم برن ولی فکر نه یعنی من, من, که از خارج اکباتان بیاد چرا از خارج بعدا هم می اومدن بابا همه می اومدن آفتاب بگیرن دیگه بعد می گفتن فیلمش در اومده از بالا ملت فیلم میگیرن اوکی دری بود اوکی آره آره کیفیت استخرای ایران خیلی آره اینجا اینجا. این واقعا افتضاحه این سرویسایی هم که میدن اینجا بعد بعد استخراج چرا عموما تجربه خوبی دولتی دولتیه خیلی ارزون بلیت است مال وسوان خیلی میگن خفنه بعد. از, از موجه موجه که روی شده کیفیت آبش خیلی تعریفی نیست من, چند من رفتم همه بی کیفیت من کیفیت آبو نمیدونم چه جوری میسنجی ببین من نسبتا که با کیفیته ولی قدیمی بعد مثلا به اون شیک بودن ایران نیست آخه آره دیگه ایران و کنارش ساندویچ میداد میدونی یعنی مثلا تو میرفتی اونجا بیشتر میرفتی چیل کنی برای ورزش نمیرفتی احساس کنم اینجا بیشتر آه. ورزشیه که مثلا جیم و یه استخر و یه یعنی چیزه بله ولی الان کامپلکس هایی که تو تهران حالا من تهران اسمان دیدم خیلی چیزه خفنی تهران شما. چیزای خفنیه آره میگم تهران خیلی ببین ورودیش هم خیلی گرونه, گرونه ها آره. مثلا میلیونی بعضیاشون بعد یه دونه ممبرشیپ سالیانه بخری و یه پولای عجیب غریب هم بدی کلاب توری آره الان چون ولی جالبه بحث استخر ممبرشیپ ما که بودیم خب بابا میبرنمو استخ دیگه در حال سن چیز بعد تو ایران سانس بود دیگه مثلا یه م. ساعتی با اونجا می بودی فکر کنم یک ساعت دو ساعت بود و سوت می زدم و می رفتی. بعد سوت می زدن. ما همیشه بچه دوست داشتیم دیگه بمونیم مکسیموم بمونیم خوش می دیگه مثلا استرخ که نداشتیم تو خونم بعد آقا این بابای ما مثلا 20 دقیقه شده بود نیم ساعت قبل اینکه آقا سود بزنه سوت بزنه شما رو جمع می میشه. آره. آره دیگه <applause> پم میرفت دیویدی همه بابا همون جان آره دستا پشت دیویدی بایست دارم سر رو ما سری بریم که کارمون بشه و اینا خلاصه این هم میخواستم بگم که یا هست استخر توی ایران یه دفعه ما رفته خب من استخر میرفتم و اینا ولی همیشه با پدرم میرفتم و هنوز شنا رو اونطوری بلد نبودم ما رفتیم شیراز طرف ایدینا بود فکر کنم ای بود یا تابستون بود بعد یکی از فرمولای ما اونم اینا واسه اینا می‌خواستم برن استخر رو من موقع خیلی بچه بودم بعد اینا گفتن آره ما ایمانم میبریم داریم میریم هیچ دیگه دست ما عنوان بچه گرفتن و بردن با خودشون از اینا بود که سرسره داشت ما رو گذاشتن تو سرسره و بعد پایین یادشون رفت که منو بگیرن رفتی من رفتم چیز ای... آ... بعدی که یادمه یه غریق نجاد منو گرفته میتونی رو دست رو که این کیه <تصفح> 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 خیلی بچه بودم یعنی یا... یا... واقعا روی دست من اینطوری گرفته بود خیلی بچه بودم بعد از اون اومدیم تهران با من ما رو گذاشت کراس استخ یعنی لیتر اینطوری بود که خب این مرد آلموست و واقعا تا یه حد خوبی هم مردی. آب, خوردم یعنی آه... غریق نجادم که آه... میدونی تو شیراز تا طرف به خودش بیاد و حسدرش بیاد تو کلی طول میکشه آره ولی بعد از اون یه من شنا به فرزندان خود شنا تیراندازی و از سواری بیاموزید شنا رو شناشو رفتم تیراندازی هم کردی مقدار نه چجور تیراندازی مده نظرتونه تیراندازی شوتینگ رنج اینا دیگه خیلی بدم میاد از توفنگ خیلی خیلی میترسم از توفنگ تو رفتی شوتینگ رنج دیگه شو آج تو جایی که رفتی باز بود اون خیلی متفاوته آه. ببین اینجا توی ده... کجاست توی پورت, کو... پورت یه دونه داره موکو. ببین انقدر ترسناکه چون ببین میری توی جای خیلی تاریک سربسته همه کنار همین صدای خیلی بلند خب... همینطوری داره میاد چیز داری دیگه آره ولی هیچ سیفتی هم نداری یکی دیوونه باشه زارد میتونه بزنتت یعنی انقدر به همدیگه همه نزدیکن هیچ راه را دروایی هم نیست خیلی ترسناک تر از اون چیزی که فکر تو کجا رفتی من رو باز بود اینجا آره توی ویستر رفتم اون باحال تر احساس میکنم هفت مدل تفنگ مختلف نه با. اوکی شات بود آره بهترین شات فکر حال نمیده خیلی ده. حال میده ای -کی، ای -کیم بود نه ببین هفت تا از پیستول چرا از پیستول وارزون که نیست نه چرا یه چیز مشابهش بود علی ایران خب ای کی 47 میزدیم دیگه اصلا اینجا ای کی نداره ایران ای کی 47 میزدیم آره آماده دفاعی دفاعی آره نه مثلا من نمی‌دونم چون شاید شب قادر مقابله با کف تا آره این از پیستول معمولی شروع میشه تا اسنایپر وسط شات کردن خیلی حال آره جالبه خلاصه بریم, بریم 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 مرسی <applause> که بودیم <applause> ما باید بریم ما میریم شوتینگ <applause> دیگه خبری نیست که بخواید نمی صحبت بکنین در طول هفته این چند هفته براتون بر شما اتفاق افتاده شد ما یه زمانی خوب یادمون داشتیم بیاییم بگیم خب عادت میکردیم خوبه خوبشونه چیه؟ فامیلامون از ایران اومده بودن فامیلادون؟ از ایران اومده بودن و خوب خوش گذاره آره خوب بود از ایران تازه نفس میان جالبه دیگه اکسپرینس های ایران و اینا رو به اشتراک میزن اومدن عشق کردن دیگه تو سی ست زیر بنا اومدن عشق اطراف بنکوبر اطراف بنکوبر تو هم میلولید دختره واقعا عجیب غریبه خب چطور بود خوب بود جاشون خالی الان دیگه رفتن من پشمام ریخ امروز فهمیدم به کدوم سو رفتن خ... خیلی سخته اونجا زندگی کردن احساس میکنم یوکان یلو نایف ولی خب سرماش بکنم از یه درجه یه دیگه پایین تر بشه یه فرق نمیکنه منفی پنجا من شنیدم من داشتم نگاه میکردم یوکانو اپرنتلی الانش که خیلی متعادله. مثلا 22 خورده ایه 21 و 2 آره ولی مشکل چیه؟ نمیشنم این صدای چیز میاد من نه تو, تو میشنیدی؟ نه من, من تو به نگاه, نگاه کردی من... اون اون موبایلش قوش. زنگ میخورد موبایل من خودی زنگ میخورد خود ولی خوب جمعش کرد خوب ناشایم. ام ولی مثلا دیدم که تا منفی ده پونزده بود وینترش ولی نمیدونم که ده پونزده آره بیشتر ولی بر... لباس و اینا اونجا باید بخرن آره دیگه لباس های اونجاست منفی 15 کانسیستن منفی 15 باشه اونم سخته آخه تورنتو از این پایین تر اونجا اونجا آره خیلی حتما پایین بعد حالا م... یه سری ویدیو هست توی یوتیوب اه... بد... تا نگاه کنم فکر کنم اینا مثلا قبل از اینکه بری یو بد بعد نگاه کنی آره خب بهتره که خب ایز ببینی یعنی اکثرا میبینن اینا رو که وسط زمستون وسط تابستون نشون میده که یک شبش شما مثلا 12 ظهر چه تابستون تقریبا شبی نداره مثلا یک صبح مردم آره. میرن تو خیابون روز دیگه روشن روشن روشنه. دیگه قطب دیگه ولی روشنه ولی یک صبح دیگه میخوابن دیگه میدونم حالا خ... آره ولی خب ویرد دیگه خاص خودشون دیگه. نیست کادون که خودشون آره یا مثلا تو زمستون همش تاریکه و اینا آره عالی میشه یعنی برای برای ما آلی. روان برای دپرشن یعنی واقعا عالیه دیگه میتونیم میگم حالا رو من... بریم تو زمستون وایت <تصفح> هورس اپ <زبقه. تصفح> من... اونجا به نظرت بدتره یا یو بی سی که میره یو بی سی با مطبع. چند نفر صحبت میکردم چی تاپ یو رو این رومری که بعضی از استان های کانادا هست که اگه برید اونجا مثلا زندگی کنیم بهتون پول میدن و اینا وجود داشت مثلا چند نفر که تو ایران صحبت کردم. گفتم اینطوری نیست یعنی اگه بهت پول بدم و بری یه کاری تو معدنی جای کار عجیب بعد انجام بدی همینطوری که بهت پول نمیدن و اینکه شرایط زندگی اونجا هم خیلی سخته یعنی فکر نکن که آسونه سخته خیلی سخته بچه به کفتار پری روز من بایستاده بودم بیرون محل کار داشتم با یکی با شخص صحبت میکردم تو پیاده رو ای بابا آره بعد یهو دیدم تو 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 دقیقا یه همچین صدایی بر من نازل شد شفتن. تو اومدم به خودم بیام دیدم این مرغابی های آره. مرغای دریایی یه فیل پرنده سیگال ها سیگال آره انایت آه. کرده بودن یه به فرق سر تا پایین بر. مثلا نیم ساعت بعدش هم یه جلسه داشتم شلوار مثلا مردون فلان و, و اینا بعد مونده بود اثرش هنوز هم مونده یعنی نرفته اینقدر اسیدی این لعنتی چلقا بشوری دیگه تو نمی شستم وای شلوار رو شست شستی؟ دوستان عزیز در تلگرام خودکست <تصفح> ایشون شست یعنی یکی از مگه میشه بشوری نبود جین نبود من جینا رو زیاد نمیشورم خب ادامه بدید گفتم شبا پارچه بود بله بله بعد بعد به همه که میگفتم همه میگفتن خوش شانسیه خوش شانسیه بعد رفته بود قشنگ اون جو رو کرد. میگن که چیه تو اینجور ای موارد خدا رو شکر میکنین که فیل ها بال ندارن <تصفح> 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 رفته بود به خورد سرت بله به خورد سر رفت و رنگ و اینا رو برده قشنگ رو... رنگ سر نه رنگ لباس رو میگم <تصفح> رنگ لباس رو <تصفح> سرش خوردگی داره دیگه از این بود من زدم من سری خودم کشتم یه ذره رو کفش ریخت فقط من نه ولی قشنگ میزنم خیلی خوب, خوب. میزنم من مطمئنم من اینا با قصد میزنم چیز نبود سفر خالص صدا نمیدار بی ناموز در من باید بهش میگفتم من باید کفتن به اون مرغای میگفتم خب آره بعد انقدر این اسیدی داشتم به ایمان میگفتم زودتر از پیش از این روی کاپوت ماشین هم ریخته این چلغوز من دو روز طول کشید پاکش بکنم چرا؟ ایخ رو کابوت. همون پرنده <تصفح> هم ها همون که نکردن مطمئن پسر خدای واقعا سوالت همین بود که همون پرنده خب نه معذرش بود همون نوع پرنده فکر کرده دسته ای در حال کوچن و همه تو 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 نه فکر کردم هم, هم اینو زد هم ماشینو با هم آه. نه من آه. جلو بودم ماشین پشت بود رنگ ماشینم رفت رنگ کاپو تقریبا ببین تو چون روی چیزا حساسی این اتفاق برات فکر کنم چون رنگ ماشین فکر کنم رنگش خیلی معروفه به بد بودن آره مخصوصا مشکیش سفیدش بهترین رنگشه با قرمزش جدی هم. دیدید که لاستیک رو تسلا رو چجوری عوض میکنن <تصفح> من <هم بگید. تصفح> نمیتونیم بگیم بعدا این ساید جو که عجیب عجب احتمالا دیدن ام... <تصفح> چرا ما ندیدیم؟ عجیبه اه... برید. شما چطور؟ تو میخوایی بری تو اپیزود نه نه هفته تو میخوام بدم همین داشتم میگفتم قدیم خیلی ذهنمون آماده بود هر سری میومدیم کلی حرف برای گفتن آماده است میخوام من در تو بگم تو میری خیلی پدل بوردینگ داری میکنی جدیدا آره. زیاد و لذت میبری ازش آره هفته پیش یه شل خوبی رو آب کرده بودم بله خب خیلی حال میده کلا آب خیلی آرامش بخشه بعد حالا یه توی آب کلا خیلی خوبه بله آره خوردن آب درست اینجایی ای که میره اقیانوس حساب میشه دیگه دیپ یه اسم دیگه ای داره چون یه بار بحثش شد از از علمی اقیانوس نیست ولی کجا راه داره یعنی آره. نه میخوام اینم احتمال کوس اومدن اونجا هست یا نه نمیدونم به اراده شده داشته باشه میتونه آره بیاد. دیگه آب جریان آزاده مم... ممکنه بیاد ولی اقیانوس هم رفتیم دیگه اون آره آره خیلی حال میده میریم یه وقتی وسط نگه میداریم بعد میپریم تو واقعا حال میده خیلی شبیه خارج میشه گفتی که میخوای راجب این تو اپیزود صحبت کنی نه یه تیکه راجب طبیعت و این آره. تو اپیزود بعدم که میای پاهات کمی حالت پای من اکسرسایز کرده دیگه آها نه یا چون من دفعه اولم آره, اولش خیلی آره آره. من من تو دو سه روز پاهم گرفته بود آره اولش آدم تعادل نداره ولی بعد عادت میکنی پای بیشتر یه دسته یاد نه پا برای تعادل چون, چون شروع می‌کنی لرزیدن داره. بعد این روی رون اه... آره چهار داره. سرت اذیت میشه یه بار اه... یه روز یکی از با یکی از دوستان رفتم این خب زیاد رفته بود بعد ما یه سه ساعتی رو آب بودیم یه مسیر طولانی رو رفتیم بعد یه ذره نشستیم و برمیگشتیم برگشت بادم از روبرو رو میزد اون روز من دیگه کامل آب دیده شدم قشنگ حس میکنم بعد اون روز یه تفاوتی توی پدل بوردینگ من ایجاد شد ولی خیلی حال میده کلن طبیعت خیلی حال مید. تو بدون تیشرت هم بودی توی این عکسایی که من ازت دیدم آره نمی‌سوزی اوریان من هر سری رفتم اسپری میزنی دیگه آه. اسپره آره من فهمیدم که باید اسپری ضد آفتاب زد خیلی مناسب تن من خیلی چیزا آره. یواش خیلی دیر داری متوجه آره. آره. یه سری چیزایی که میگن واقعا درسته مثل که یعنی ما خیلی رو <applause> واقعیت شما بگیم دیگه از سال 2017 ما خیلی دیس کردیم یعنی اگر که بخوایم واقعا برگردیم دیس های خودمون رو نگاه بکنیم جنبنده ای نبوده که تا الان دیسش نکرده باشیم و طرز فکری نبوده که تا الان دیسش نکرده باشیم و هیچ پروداکت بیوتی نبوده <تصفح> که تا الان نکرده باشیم تقریبا فکر نمیکنم چیزی مونده باشه هیچ طرز فکری هم نبوده که آره من معذرت <تزومارنی> میخوام اگر که قضاوتی و, و بعضی آره بعضی مورد جواب میده من بله میده منم یه باور اشتباهی داشتیم که مثلا ما داشتیم که من تو داشتیم آره این باور اشتباه فقط برای تو بود و به ما سرایت که خیلی از اینا رو ما داشتیم کورکورانه انجام میدادیم نه انجام من گفتم غلطه من اینا رو به مرور درست رو به تو میگم ولی یه باور غلطی داشتیم که نمیس من که نمیسوزم دیگه چون این رنگ اول بعد یه روزی رفته بودم که نشسته بودیم پشت به آفتاب نشسته بودیم آفتاب اون موقع جلوش به ما بود درسته و من نفهمیده بودم که سوختم معمولا زاد نری خونه متوجه نمیشه نه من اون شبم نفهمیدم فردا عصر رفته بودم جیم روی این بنچ که دراز کشیده بودم دیدم من دارم میچسبم به چیز اصلا اون بنچ و اینا خیلی درد داشت از مم. اونجا به بعد بود که بعد یه دور سپر اومد به من اسپری ضد زد چون من کرم بدم می اومد بزنم خیلی مالید و اینطوری پشت نه،, نه نه من یه اسپری زد،, زد بعد ای چقدر راحت دیگه اله. افتادیم توی ماجرا عجب حلال زده داره زنگ میزنه به منم تکست به منم دیروزم دقیقا همینطوری بود رو خودکستی سلام کن چطوری چتری اوپارو همه هستن چهار نفر هستیم و شما رو اریا اینو بهت بگم اوکی اوکی چتری داشوار چاکرم صدامو که نمیشنوه لازمم ندارم مرا تحویل نگیرید به خود انقدر پشت هیجان جان ای جان ببین داشتم دقیقا در مورد تو صحبت میکردم همون لحظه تو زنگ زدی ما اپیزودو تاون کنیم بهت زنگ میزنم کجای می‌ری ببین من دارم میرم همون برنامه شیعه چیز آها واقعا میری پس برو گود لاک بری که حالا باشه برو خدافص یه سری برنامه سلام ما دیروز تا دیر وقت داشتیم یه برنامه می ریختیم که سپر رو از یه منجلابی بکشیم بیرون رو مثل اینکه کشیده نشد. شده بیرون کشیده یعنی آره. نرفته تو منجلاب که بخواد بیاد بیرون آه، اصلا نرفته. از رفتن در منجلاب جلوگیری شد عجب. دوست خوب پیش گیری. آره بهتر از درمان هست معمولا دوست خوب بسیار زیاد صحبت کردیم و من دوست دارم که هرچی هست و بدم دست تو <تصوح> چون میگم ریش و قیچی رو بگم ممکنه بعد برداشت بشه هرچی هست دست تو آره قبل اینکه حالا وارد خودم بشم اه... یه مطلبی رو چند وقتیش برای یه... یعنی امید فرستاد من خوندم بعد برای های محترم فرستادیم نمیدونم چقدر توجه کردید ولی سیبیلایی که گوش میدن اه... به برنامه این به این بخش توجه کنن چون من که مهمه گوش بدید آره یه پست تو اینستاگرام بود که چرا دوستان صمیمی مردان کم و کمتر میشوند بعد نوشته که با افزایش رسانه های اجتماعی و کمبود وقت دوستی های آدم ها کاهش یافته است حالا کارشناسان درباره کاهش نگران کننده دوستی ها هشدار میدهند تعداد دوستی ها محبت و همدردی در بین مردان تعداد دوستی ها محبت و در بین مردان به ویژه مردان جوان به طور پیوسته در حال کاهش است بر اساس داده های نظرسنجی گالوب و مرکز بررسی زندگی آمریکایی درصد مردانی که حداقل شش دوست صمیمی دارن بین سال‌های 90 تا 2020 به نصف کاهش یافته. 6 تا زیاد ها. به گفته 6 تا دوست, دوست سمیمی دارن. آسان آره تغییرات نشو سه تا الان. گفته کاهش. نه نه تعداد کسایی که 6 تا داشتن کاهش پیدا کرد. آها. یعنی اگه 100 نفر مثلا داشتن آره 50. به گفته کارشناسان تغییر عادات و سبک زندگی سبک زندگی میزان رفاقت ها را تحت تاثیر قرار داده است مردان هر چه سنشان بالاتر می رود معمولا حتی دوستی های قدیمی و صمیمیشان را از دست می‌دهند و تنها و تنها, و تنها تر می شود. چرا این اتفاق برای مردم بیشتر از زنان رخ میده ران ریگیو روانشناس کالیفرنیایی در پاسخ به این سال میگه مردان ابزاری تر به روابط دوستی نگاه میکنند اونا برخلاف زنان که تمایل به داشتن معتمدان یا یک شبکه اجتما... یا یک شبکه حمایت اجتماعی دارند بیشتر به دنبال یاران گاه به گاه میگردن تا کارهای روزمره کوچیک خود رو با آنها به اشتراک بگذارن خانم اوبری هیرش نه نه این فارسیه تلفظه اسمشون نمیدیم چیه روزنامه نگار یکی از کسانی که درباره رکود دوستی مردانه بارها صحبت کرده است او معتقده که ما تمایل داریم اینجاش مهمه ما تمایل داریم پسران جوان را به طور متفاوت تربیت و آس... تربیت و آسیب بودن و آنها را پنهان کنیم. همچنین به سرسختی و قوی بودن آنها بیش از حساسیت عاطفی و روابط اجتماعی اهمیت می‌دهیم. <applause> به نظر او چارچوب ذهنی برای ایجاد ارتباط پایدار مناسب این چارچوب ذهنی برای ایجاد ارتباط پایدار مناسب نیست. شاید وقت آن رسیده باشد که به خاطر آنها و به خاطر جامعه درباره معنای مرد خوب بودن تجدید نظر کنیم. دکتر مهدی سوداوری روانشناس و مدرس دانشگاه درباره اینکه چرا مردا برخلاف زنها در حفظ دوستی ها کمتر موفق هستند میگوید ساختن رابطه دوستانه کاری زمانبر و انرژی بر است برای ایجاد یک دوستی نزدیک باید به خود اجازه آسیب داد <تصفح> یعنی حداقل بخشی از خود واقعی ما را بدون نقاب های روزمره به طرف مقابل نشان بدهیم اما متاسفانه طبق کلیش جنسیتی که مرد نباید احساسات خودش رو بروز بده مرد باید محکم باشه مرد گریه نمیکنه و غیره معمولا در دوستی های مردانه چیزی به عنوان تبادل عاطفی وجود نداره <applause> مردان صرفا برای انجام یک فعالیت مثل کوهنوردی بازی کردن و غیره دور هم جمع میشن و در طول فرایند آن فعالیت صرفا درباره موضوعاتی بیرونی مثل فوتبال اقتصاد سیاست صحبت میکنن اینم که درست دادیم بعد سوداوری ادامه میدهد مردان بیشتر از زنان هوای دوستان خود را دارند اما در قالب یک لطف نه, نه حمایت عاطفی شما میتونید از رف... رفیق خود بخواهید که کاری را برای شما انجام دهد اما معمولا با او درد و دل نمی کنید بنده کاملا رایج همین سیویلای این شکل دوستی های مردانه با زنانه متفاوت است ممکن است ماها از هم بیخبر باشید ولی در زمان احتیاج به هم تلفن کنید، تلفن کنن و انجام کاری را از هم بخواهند برخلاف زنان که دوستی هایشان بر پایه تبادل عاطفی در دو دل و صرف وقت برای صحبت کردن با هم استوار است نتایج پژوهش‌های متعدد یکی از دلایلی که مردان میانگین طول عمر کمتری از زنان دارند نبود شبکه حمایت اجتماعی است برای مردان سخت است رازی را با کسی در میان بگذارند مردان در تا مشکلات مشکلات را در درون خود می‌ریزند که در نهایت به سکته آلزایمر و یا مرگ ختم می‌شود خیلی راحت به سکته ختم میشه نه خیلی محتمله بزرگترین چیزی که مردان میانسال را تهدید میکند دخانیات یا چاقی نیست تنهایی است مردانگی برای مدت طولانی با ویژگی مانند بیتفاوتی عاطفی رقابت پذیری استقلال تسلط و پرخوشگری همراه بوده است تحقیقات نشان داده است مردانی که ارزش سنتی مردانه را اخت... اتخاذ میکنند سخت آسی پذیر میشوند خیلی جالبه مردها زمانی که احساسات بر آنها غلبه کند تصور می کنند که مشکلی در آنها وجود ندارد ترس از افشای عاطفی خود و ضعیف به نظر رسیدن به این معنی است که برخی از مردان ممکن است فرصت های ارتباط با دوستان خود را در سطح عمیقتری از دست بدهند ایمان یه جوری تو فکره نه من دارم فکر میکنم احساس آنالیز میکنم, که آخه،, آخه فکر احساس میکنم حداقل کس الان به خاطر شرایط جامعه که وجود داره و به خاطر حالا مرد سالاری که وجود داره مردا خیلی بیشتر درگیرترن احساس میکنم از لحاظ تایمی یعنی تو بیشتر زمان رو تو مثلا داری کار میکنی بعدش هم دقدقه مالی داری چون که باید خانواده رو ساپورت بکنی برای همین فکر کنم هم به اونجا نمیرسی ولی اگر داشتن... که دقدقه مالی رو نداشته باشی ما میشینیم با هم دیگه انقدر عاطفی با هم دیگه صحبت میکنیم که نمیدم احساس نمیدونم میکنم این... احساس میکنم این احساس میکنم این دغدغه مردانه خیلی م... خیلی امر مهمیه توش یعنی احساس میکنم زن و مرده اینجا با هم دیگه خیلی متفاوتن توی این شرایط آره اینا همینو میگه میگه اون فرهنگی که مثلا مردا بچه، پسر بچه ها رو توش بزرگ میکنن که همه ای ما اینجوری بودیم که حالا احساس نباید نشون بدی نمیدونم پسر که گریه نمیکنه از این دریوریا اینا میگه باعث میشه که خیلی حاضر نباشن در واقع آسی پذیر باشن و این باعث میشه یه روزی اگه حالا فشار عاطفی رو اصلا بهش توجه نکنی فکر نکنی مشکلی وجود داره در صورتی که مشکل وجود داره تحقیقات هم نشون مردم میانگین سنی که عمر کنن کمتر از خانم و این به خاطر حالا فشار روانی که میاده و میگه به عنوان یک مرد داشتن یک دوست پسر که بتوانی در شرایط سختی با او صحبت کنید کار بسیار بزرگ است مردم با داشتن دوست صمیمی که در شرایط سخت با او درد دل, دل کنند میزان افسردگی و اضطراب کمتری رو تجربه خواهند کرد و از افزایش انعطافپذیری در موقع استرس سود میبرند متاسفانه مردان بسیار کمتر از زنان مهارت‌های ارتباطی بیان احساسات در دل کردن و خود مراقبتی را آموختن و زنان مهارت بیشتری برای ایجاد و تقویت دوستی دارن. این مهم دیگه اینو نداریم به صورت میانگین مهارتش رو کمتر از خانوا داریم <applause> و جایشگران در عکسهایی که افراد اینجا جالبه از تعامل با همدیگر میگیرن متوجه یک روند خاص شدن وقتی دوستان خانوم با یکدیگر حرف میزنن رو رو هستن ولی آقایان کنار هم ایستادن و با هم به دنیا مینگرن این حالا قبلا هم خیلی وقت پیش یکی از پادکستو گفته بودیم که این دلایل تکاملی مس که داره مردا چون همیشه آماده بودن که یه حمله چیزی از طرف بعد این اشتباه گفتی دیگه نه چرا درست مرد کنار هم وقتی سن. حرف آره. میزنن کنار هم چون حواسشون به دور و اگه حمله چیزی مثلا رخ بده اگه رو, رو هم وایسن حواسشون بیشتر نیست به دور و یعنی تو پشت منو ببین من پشت تو رو میبینم دیگه ولی این ورا رو نمیبینی کنار هم باشی حواست پشت به دیوار وای جالبه این و اولی آقایان کنار هم ایستادن با هم به دنیا مینگرند در سالهای میانی زندگی دقیقا همین فرصت های هم بودن هستند که از بین میرود به نظر میرسد این اصل در تربیت مردان نادیده گرفته شده که انسان نیاز به دوست در همه سنین زندگی دارد <تصفح> بیشتر مردان حتی استفاده از کرم ضد آفتاب را نوعی نقض مردانگی خود می <تصفح> حال با این دیدگاه آسیب رسان چطور انتظار داریم که مردان توانای برقراری ارتباط عاطفی کارآمد را داشته باشند آخرین کاری که تو زندگیتون انجام دادید و نگاه غیر مردانه بهش هست چیه همی... من... من... خودم میخوام اول بگم دو... من مکزیک رفتم پدیکور خیلی حالت ببین اگه من به زو واقعی چه بگم, بگم, بگم پاهای زیاد قشنگی ندارم بشه <تصفح> 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 اکسشو بعدن بذاری پول در بیاریم ازش مردمه که من پول در بیاریم ازش من, یعنی. من اکس که من و ببین ایمان باج به کفتار نداده و از این خیلی زشته در مورد خود پا داریم فیت یعنی توز انگوشت پا اخه پا آخه فکر کنم لگز تو نمیتونی بری پدیکور می روی روی مساج رو پشوای تایدر چه قدر میاره اسلیمی وای مکسیک رفتی پدیکور مکسیک رفته بودیم و خب خیلی همه آراستند تو مکسیک بعد هی کلو رو می دیدیم تراشیده ببین از سیبیلا رو دارم میگم و یه سیکس بکش از آینده ای من بزرگتر بود با همه مثلا بدن و یه دونه مو نداره نمیدونم خداوند موقعی که داشت ما رو میافرید واقعا نمیدونم چرا این کار رو ما کرد ما اینقدر قرار نبود آدم های بدی باشیم خلاصه من دیدم که واقعا تنها جایی که بتونم کامپیت کنم پدی کنه بردشون تو زمین خاکی عشانگو. <applause> وای دیگه نمیتونم خب اونا ها میره اونا میرفتن دیگه من تنها که میتونستم نزدیک بشم به اونجا بود <تصفيق> <تصفيق> چون که دیگه مثلا این, این, این سالها ورزش و تغذیه مناسب نمیخواست شوه. آره مثلا ژن مناسب نمیخواست دیگه یه پای از دیگه دیگه هر... و واقعا من آخه چیزه پوست پا خیلی کفش کلوفه تعریف از خود آره دیگه رفتیم و خانومه تراشید و ولی و یه جایش بود یه یه زیدان مثل سوهانه برقیه نمیدونم چی راستانش مثل مثلا دیدی ماشینو رو میخوان باف کنن با یه چیز دایره یه این خانم خیلی فکر کرد پای من دیگه پوستش گلفته یه جا رفت رسید به گوشت یعنی یه جا یه خیلی خوب بود هر جایی فقط میلنگیدم دیگه بقیه مکزیکو ولی آره من لذت بردم از این کار و اگه پای باشیم میتونیم با هم بریم منم رفتم اونو منم رفتم آره همه تو موقعی که ما گفتیم همه همه من نه من حالا بغیر از اون آخرین کار مراقبتی که انجام دادین چی بوده؟ خود مراقبتی که بهش نگاه چیز میشه؟ همین دافتاب زده فکر کنم <applause> نه من جدیدن سعی میکنم که جاهایی که شرایط مناسب باشه والنربل تر باشم <applause> <applause> یعنی اگه لازم باشه از دردها و تراما ها میگم قدیم اصلا اینجوری نبودم دقیقا همین تصویری که تو این متن در واقع داشت به نمایش میذاشت رو من تو خودم دیده بودم حالا به هر دلیلی ولی جدیدن این کار رو و خیلی هم جالبه با آدم که <تص> <qué> <برجه> صحبت بر میکنی خیلی حس ما حسه. حالا به خودمون تعمیم دادیم قضیه رو ولی توی حالا یکی دو سال گذشته یه آگاهی هم خود ما چهار نفر نسبت به خودمون و حالا رابطه بینی بین خود پیدا کردیم یعنی حس میکنم خیلی دیگه اون حالاتی که کارون داشت تو این پست میگفت خب این ماها وقتی نیست. اون حالت یعنی شروع کردیم صحبت کردن که کار به جای دیر, دیر, بود آره یعنی واقعا زود دیر میشه آره حال هر کدوممون بد بوده ولی اینو حالا پس ذهن سیبیلا باشه چیز خوبیه واقعا آره دلیل سکته فشار روحی روانی و تنها بودن اون حس فکر کنم به ویدیو تو نرسیم مثلا چون آره. میخوام در در جدید صحبت کنم اه صحبت کنیم ویم هافمنو بیم هافمن آیسمن ببین یه سیبیل است آقای ویم نفس کشیدن آره آره یه آره. yes آقای بیم هافمن که حالا یه داکیومنتری وجود داره در موردش مال 7 سال پیشه از یس yes تیوری حتما برید ببین کلا چنل یوتیوب یس yes تیوری رو تو رو خدا برید سابسکرایب کنید به نفع خودتونه با از کارهایی که انجام میدن حرفهایی که توش میزنن اون تصویری بکنم. که میگیرن صدایی که میزن اصلا واقعا یه مستر پیسه احتمالا من بد نشون دادم اسمش آره. من همه رو تیزم. همه رو به سمت یستیری دارم هول میدم جایدن یه دونه داکیمنتری دارن با همین ویم هافمن هفت سال پیش درست کردن این آقاید حرفش اینه که through meditation از مدیتیشن نفس کشیدن و اسلو اکسپوژر تو تو آیس حالا توی هوای سرد مهم. با نفس کشیدن مدیتیت کردن و uh, در واقع در جای سرد قرار گرفتن میگه که ما همه مشکلات رو میتونه تقریبا حل بکنه باهاش این یه جوریه که با نفس کشیدنش میتونه کرد بادی تمپرچرش رو ثابت نگه داره چه تو صحرای نودا چه زیر آیس بعد دو ساعت به دو ساعت نفسش رو نگه میداره میره زیر یخم میشینه دو... نه دو ساعت, دو ساعت, چرا تنفس نمیکنه نه کوربادی تمپرچرش هم عوض نمیشه نه تنفس که میکنه نمیتونی آره تن... بیرون ببین, ببین. یه جه... اصلا یه متد داره یه متد داره که بهش میگن یه برث ورک داره که یه کاری میکنه تو سه دقیقه, دقیقه اصلا نفس نمیکشی حالا سه دقیقه دو ساعت توی رکورداشه برو ببین یه جاش هست که خودش و استودنتاشو با یه دیزیز چیز میکنن اینجکت میکنن through مدیتیشن بدون هیچ قرصی حلش میکنن یعنی خود ساینتیس ها پشماشون ریخته بود anyways این حالا در مورد متد نفس کشیدنش صحبت میکنه و خیلی عجیب غریب اصلا یه کارایی میکنن یه سری استودنت رو حالا من اسپولش نمیکنم فقط چند قبلش اینا میرن ده دقیقه توی آیس واتر هم فقط با نفس کشیدن همشون نگه و اینا تا با هیچ کدومشون هیچ اکسپرینس اونطوری نداشتن که مثلا بگی که اینا همه آره همه. همه روز اولشونه که بایاروان. با یارو و میگه که ببین اصلا اینا همش میگه که متد اصلی من ما آدمای اکسپرینس دو دو دقیقه توی آیس واتر نگه میداریم من فقط اینو میخواستم به شما نشون بدم که اونام شروره تو اگه بتونی مایند تو راضی بکنی که بدنت گرمه you're gonna اوکی. Okay. Okay. خیلی جالبه یه داکیمنتری خیلی عجیبه در مورد ویم هافمن خیلی هم در است داکیمنتری درست کرده میگن آدم خیلی عجیب غریبی همین توی داره رکورد های عجیب غریب میزنه با شورت رفته تو ایورست ایورست رو فت کرد با شورت فقط پاش بود پای برهنه میتونی میتونی تصور رو کنی یعنی چی آره خلاصه یارو خیلی عجیب مثلا صحرای نوادا رو کلش رو دوید بدون که آب بخوره و <بتصفحة> همش همش آره همش وجودشو. همش میگه که through meditation و جالبه دیگه خیلی عجیب غریبه جوری که برخورد میکنه برخوردش نسبت به زندگی و خیلی یعنی بیماری ها اینجور چیزا رو, این جو رو همه چی و با سرطان احتمال با میگم یه دونه با... ای یه ای, بو... ای... ای, ای نه ایکولای دیزیز ایکولای دیزیز یه همچیزی به خودشون ای تو... میکنن اینجا میکنن اینجکت میکنن و خودشون بدون هیچ قرصی با مدیتیشن حلش ما نفس کشیدن خودشون رو حل کردن یعنی مشکلشون رو حل کردن کامل ما... حالا در این ساعت که قطعا نه ولی منم جایدن میتیشن انجام میدم و واقعا تاثیر داره نه حالا میگم در این ساعت منظورم اینه که مهمه و کاربردیه آره. و داره واقعا جواب میده حرفی که میزنی شپل علم یعنی طرف... و اینا نیست این هم جزو مسئلهی که شاید ما چند سال پیش مثلا صد چهار سال پیش که بس فکر تو ماه پیش هم حتی <تصفح> آره خیلی عوض شدیم حالا یه چیزی بگم آ یه خوبی که من میبینم در حالا جمع خودکست که بچه ایوالف که میکنن یعنی يعني... تغییر که میکنن میایم در مورد تغییر ما صحبت میکنیم شاید ما قبلا خیلی مثلا ذهن بسته تری داشتیم ولی در یه راه یه جرنی یه آدم یه پسر ایرانی دیگه میدونی میگم که تو ایران بزرگ شده و داره همطوری تغییر میکنه اینو ازش نمیترسیم که در صحبت بکنیم این اپیزود رو ما مارک میکنیم کجا چی شروع نه, نه؟ میتونیم میتونی اگر کسی باقن... باقن... میتونه... فقط دیگه من میکنم آره این اپیزود چون آره حتما آره این شروعش زمان چل دقیقه عالی شد پنجا دقیقه میشه دو تا هم پنجا دقیقه پری اپیزود شد میتونیم دوتاش کنیم میتونیم بریم بیایم ولی خب اون دیگه هیچ پری نداره دیگه نه نه یه تیک هست یه اه... کاغذ دیگه نداریم من این زیر بگیرم نور میزنه <تصفح> <تصفح> خب <خوش تصفح> <جستو سنی. تصفح> <تصفح> شروع کنیم با اپیزود 353 میخوایم راجع به سیزم یا رواقیگری صحبت کنیم توی این چند ماه اخیر من خیلی خودم و زندگی و اه حالا اه دنیا رو جدی گرفته بودم بعد این باعث شده بود خیلی تاثیرات عجیب غریبی روی روح و روان مخصوصا و جسم من داشته باشه یه دلیل اینم که شاید حالا این چند وقت کم کارتر بودیم شاید همین بوده من خودم اصلا فکر میکردم که انرژیشو ندارم بعد این وسط حالا با یه مفهوم حالا یه مکتب فلسفی آشنا شدم که اول که حالا اسم انگلیسی رو دیدم فکر میکردم که اصلا تا حالا راجبش نشیده بودم ولی بعد که اسم فارسی رو دیشب دیدم برای اولین بار فهمیدم خب نه این لفظ به گوش ما زیاد رسیده ستویسیزم مهم. یا رواقیگری <تص> یه در واقع مکتب فلسفیه که برمیگرده به 300 سال قبل از میلاد که از همون موقع تا علم روانشناسی الان باور دارن به اینکه منشأ خیلی از دردها و رنجهای ما در واقع فکر ماه اون دنیاییه که تو سر خودمون ساختیم امه. و حالا اگه درگیر اضطراب و تلاطم و مخصوصا اوورتینکینگ یا نشخار فکری باشید احتمالا تجربه کردید که مثلا ممکن یه روز عادی ساده داشته باشی همه چیز معمولی باشه یه هم میبینی که اصلا آشفته شدی و خودت هم حتی ممکنه دلیلش رو متوجه نشی این دقیقا به خاطر همین اوورتینکینگه اینو آقای مشتبه شکوری احتمالا خیلی ها میشناسید اون یه پادکست داره تو یوتیوب راجب <coughs> این صدای درون مغز ما اینا داشت میگفت میگفت تو این حالت که شما قرار میگیرید مثلا استراب و اینا داشته باشید آرامش ذهنی نداشته باشید تا چهار هزار کلمه در دقیقه ممکنه با خودتون صحبت کنید خب واسه اینکه مقایسه بکنیم بیشترین تعداد لغتی که توی یه دقیقه ما میتونیم به زبان بیاریم ولی افریج صد صد خورده ایه خب؟ او؟ دلیل اینکه گفتم مثلا ممکن یه روز معمولی باشه همه چی ساده به نظر میاد یهو حالت بعد میشه اینه که ممکن تو تو یه دقیقه هزار تا کلمه به خودت گفته باشی و اصلا پدر خودت درورده باشی بعد این حالا این تیکر رو بگم آقای مشتاق تشکریتون قسمتش اشاره میکنه که شما باید برید توی طبیعت قرار بگی یکی از راههایی که استراحتتون کم بشه اینه که برید تو طبیعت قرار بگیرید برای همین گفتم توی چیز بهش اشاره میکنه میگه شما در مقابل عظمت طبیعت قرار میگیرید. مثلا یه صخره بزرگ میبینی یه کوه میبینی یا اقیانوس که میبینی همونو میرینی واقعا <applause> <applause> واقعا جدی میگم یعنی برای اینطوری <applause> ای که پشمات میریزه میگه ایگوت <applause> <بقیه تصفيق> ای <applause> کوچیک میشه بخواد میفهمی واقعا هیچ چی نیست <applause> ده ده جالب من اینو گوش دادم بعد اون روز رفته بودیم توی میتینگ چند دقیقه اولش حالا همه سنشون خیلی بالاتر از من بود بعد یکی تازه از مسافرت اومده بود و فلانی ازش پرسید چی شده کجا رفتی. دقیقا همین رو داشت گفت آره ما رفتیم کون هوردی و بعد یهو فلسفی شد گفت آره من این عظمت کوه که میدیدم تازه فهمیدم مثلا چقدر من هیچی نیستم و اینا بعد آره تأثیری که طبیعت روی روح و روان آدم داره همینه وقتی می بی... میری توی طبیعت قرار میگیری میبینی که حالا این عظمت داره همچنان کار به کار خودش ادامه میده آدم متوجه میشه که حالا اون دنیایی که تو ذهنش ساخته اون مسائلی که خیلی بهش گیر داد و اینا واقعا ممکنه اونقدر اهمیتی نداشته باشه انسانم تو طول تکامل همیشه تو طبیعت بوده ما نیاز داریم برای آرامش توی طبیعت قرار بگیریم این حالا پدل برده که ایمان گفت من قشنگ اینو به چشم میبینم با هر حالی که باشم وقتی میرم اصلا همینجوری نگاه میکنم به آب این خودش آرامش بخش خیلی تجربه جالبیه بعد حالا برگردیم به این داستان ذهن و اینکه درد های ما داره از ذهن ما میاد به ما خیلی وقتا یه سری باورهای عمیقی توی ذهنمون داریم خداگاه یا ناخداگاه خیلی سفت به اینا چسبیدیم اصلا حاضر به تغییرش نیستیم خب اینو صدف توی یکی از اپیزوداش خیلی جالب اشاره کرد feel loyal تو آره اینو من یادم نبود این دقیقا همین و اینکه شرایط آشنا توی ذهن ما با شرایط امن اشتباه گرفته میشه بر همین ما یه چنگ زدیم به این مدل افکاری که توی ذهنمون داریم و اصلا حاضر به تغییرشون نیستیم <applause> جنس این مدل افکاره معمولا از چیه معمولا از جنس خود تخریبیه یعنی ما این افکاری که توی ذهنمون داریم اون زبان و ادبیاتی که باهاش توی ذهنمون با خودمون صحبت میکنیم اگه در قبال یه نفر دیگه یک بار استفاده کنیم اصلاً طرف از پیش ما میره نه دوستمون میمونه نه فامیلمون یعنی اینو تو هم یه بار تو یکی از اپیزودا گفتی گفتی که بیاین اگر که یکی مشکل داشته باشه چه جوری دلداریش میدیم و اگر ببین خود یه مشکل داشته باشی چه جوری به خود صحبت میکنی معمولا خودمون رو تخریب میکنیم دیگه میزنیم تو دهن خودم آره این افکار این در واقع باورهای عمیقی که ما بهش میگن حتی ممکنه ناخداگاه باشه ولی جنسش از این جنس خود تخریبیه مثلا ما شایستگی این رو نداریم که زندگی آرومی داشته باشیم شایستگی نداریم خوشحال باشیم نمیدونم پیشرفت کاری بکنیم رابطه خوب داشته باشیم این نداها ممکنه همش توی ذهن ما باشه حالا اگه شما با هستید که این مشکلات رو دارید این در واقع مکتب فلسفی میتونه کمک کنه به اون داستان این آقای مشتبه شکوری میگه که بچه که به دنیا میاد اصلا صدایی توی ذهنش نیست این صدای درونی که توی ذهن ما هست ما این رو از بیرون به آریت گرفتیم اینو مشاوره من هم به من میگه تو این صدای منفی اگه تو ذهن تو باشه اینو تو یه جایی از بیرون گرفتی تو خودت به خودی خود صدا نداری از بیرون خب و حالا به احتمال زیاد این صدا مثلا از پدر و مادر شروع میشه بعد محیط مدرسه و نمیدونم حالا بعد دانشگاه و کار و اینا ولی این صدای برای خود ما نیست این صدایی که داره ما رو تخریب میکنه مهم. ولی چون سالیان سال داره توی ذهن ما چون صدای آشنایی ما این رو با امنیت اشتباه میگیریم و با واقعیت هم اشتباهش میگیریم فکر میکنیم که این صدایی که مثلا میگه تو شایسته نیستی که زندگی خوبی داشته باشی آرامش داشته باشی فکر میکنیم واقعیه واقعا ما این رو نداریم این صدای برای من خیلی یعنی بول... یعنی من بلند صحبت میکنم با شما تو ذهنتون بلند با ادبیات بد میتونی صحبت آره کنی؟ آره من من, م... من موقعی که با خودم صحبت میکنم خیلی بلند با خودم صحبت میکنم هیچ وقت تو ذهنم با خودم صحبت آخه چیزی که من تجربه کردم همین داستانه که تو فکر میکنی میتونی 4000 تا لغت در دقیقه با خودت فکر کنی ولی وقتی به زبون میاری چون سرعت میاد پایین تو احتمالاً نمیتونی دیگه اونقدر بد با خودت صحبت کنی برای همین پرسیدم جملاتشونه ولی الان که دارم بهش فکر کنم احتمالا م... خیلی مقام هست که تو ذهنت داری با خود صحبت می‌کنی. آره. یعنی ولی موقعی یعنی میخوام بگم موقعی که بلند با خودم صحبت میکنم هیچ فرقی با موقعی که تو ذهنم هم نداره دارد. <تص> همونطوری خودمو تخریب میکنم آره. با سرعت آره. کم و واقعا آره ولی از اونورم جهاب خودمو میدم می... اصلا یه کیس عجیبی دیونه میونه چیز من ولی صرف یک کتاب... این همونه ها که دیوونه میونه چیزی هستن آره دقیقه 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 همونه دقیقه. من خودم بهش آگاه هم الان که فهمیدم که این کاری کردم آره صدف دلوقتي. یه کتابی معرفی کرده بوده بادی کیپس اسکور توی اونجا یه مطلب یه بخشیش بود خیلی به چشم من جالب اومد میگفت اون بچه هایی که از بچگی امنیت عاطفی داشتن یعنی محبت بی قید و شرط از پدر و مادر دیدن میگه اینا به سن بزرگسالی که میرسن خیلی خلاقترن و تمایلشون به معاشرت با بقیه بیشتره چون دنیای ذهنشون دنیای امنیه یعنی چی یعنی اون صدای ذهنشون صدای خوبیه باهاشون با ملاطفت و مهربانی برخورد میکنه از اون طرف کسایی که توی بچگی حالا اون محبت بی و شرطو نداشتن که ممکنه فرهنگ رایج حالا شرقی باشه هی بچه با بقیه مقایسه شده تو نمیدونم درست خوب باشه ورزشت خوب باشه اخلاقت خوب باشه محبتی بی و شرط نبوده میگه اینا که بزرگتر که میشن در واقع اون فیر اف آو ابندمنت دارن ترس از رها شدن دارن ترس از اینکه خوب نباشن کافی نباشن این یعنی چی یعنی اون ندای ذهنیه توی ذهن این بده با. در مخصوصاً، مخصوصاً وقتی تو محیط جدید و ناآشنا قرار میگیرن ممکنه مسترب بشن فکر کنن بقیه اینا رو دوست ندارن فکر کنن بقیه میخوان مثلا حمله کنن بهشون درسته که اصلا همچین چیزی وجود نداره به صورت دیفالت پیش آدما با هم خوبن حالا ممکنه یه مشکل داشته باشن و خوب نباشن ولی اون صدای ذهن ما که داره ماها رو بیشتر آزاد آزار میده و اون صدای ذهن ما در واقع تبدیل به واقعیت دنیای ما شده در صورتی که میتونه متناقض باشه با واقعیتی که بیرون هست و آره دیگه میگم هممون درگیر این صدای هستیم خداگاه یا ناخداگاه اگه به خداگاه برسه یعنی شروع کنیم به این صدای گوش کردن باز یه پله جلوتره همین اتفاقی که برای ایمان گفت یه لحظه حواس جمع شد که با چه لفظی با خودش برخورد <applause> کرد این باز به نظر من یه پله جلوتر از اینه که اصلا ما ناخداگاه با خودمون بعد برخورد کنیم و فکر کنیم این صدای دنیای بیرونه یعنی دنیای بیرونه که ما رو دوست داره دنیای بیرونه که باور داره ماها شایسته حالا آرامش لذت خوشی هر چیزی نیستیم باز که ما به اون مرحله خداگاهی برسیم که بفهم، بفهمیم نه این صدای ذهن ما این یه مرحله جلوتره حالا این مکتب فلسفی هم بهش اشاره میکنیم و خب این صدا صداها روی برداشت ما از محیط بیرون و به طبع کیفیت زندگی ما خیلی تاثیر میذاره نه من یه چیزی یه فکر کنم رفته تو چشم من سری میرم یه چیزی هم خواستی بگیم من یا مهمه نه چشش داره در میاد من صحبتهایی که حالا با توی سشن های حالا ترپی کردم چیزی که هست بهش میگن کوروندینگ یعنی یه سری توی مم. سری core وجود داره و کوروندینگ من همینه که خودم رو مثلا تخریب میکنم مم. این شاید ایزی باشه که بقیه باشه دست و پنجه نکنن تا یه حدی مثلا بعضی اینطوری نباشن میخوام بگم اگر که به شما اپلای نمیشه شاید کوروندینگ شما متفاوته یعنی شاید, شاید نداریدی همچین چیزی ولی در اکثر کسایی که حالا یه فرنگ شرقی دارن و توی خانواده بزرگ شدن اون میتونه این کوروندینگ باشه که شما خودتون رو تخریب میکنید اگر که اتفاقی بیفته تقصیر خودتون میندازید اگر که یه کار اصلا بعضی موقع یه اتفاقی که میفته اینه که تو میخوای یه کار خیلی اوت اوردینری بکنی که واقعا ساکسس ریتش خیلی پایینه یعنی خودت هم میدونی که آقا من این کارو میکنم فقط دارم اکسپریمنتال انجام میدم بعد که نمیشه میشینی خودتو سرزنش میکنی که دیدی اینم نشد دیدی مثلا این کارم نتونستی بکنی و این هم وجود داره اصلا به نظر من قضاوت کردن تجربه بر مبنای نتیجه نهایی یه کار بسیار اشتباهی که همه ای ماها میکنیم بازم این مسئله فرهنگیه <applause> یعنی ما یه کاری همین که تو میگی آقا اصلا من می‌خوام برم فان داشته باشم می‌خوام یه چیزی رو تجربه کنم ولی میایم اون رو بر اساس نتیجه نهاییش قضاوت می‌کنیم خودمون رو شروع می‌کنیم به تخریب کردن این واقعا اشتباه یعنی اگه روزی ما بتونیم هر کاری رو صرفا به خاطر تجربه انجام دادنش انجام بدیم اولا به صورت قطع من میگم نتیجه نهاییش خیلی بهتر از اون حالتی میشه که ما فرای نتیجه یه کاری رو انجام بدیم چون فشار و استرس از روی دوش ما برداشته میشه آره. دو و من خیلی زندگی آرومتری رو داریم یه،, یه،, چیزی که من تجربه کردم وقتی والیبال بازی میکردم حالا تو این تابسونه کم کم شده به خاطر فصل و اینا هم با ایرانی من والیبال بازی کردم با یه گروه ایرانی هم با گروه غیر ایرانی بعد خب اینم یه ذره زبانم توش دخیله ولی مثلا شده که خودم توی بازی خراب کنم یه توپی اومده من اشتباه پاس دادم یا اشتباه گرفتم تو و اینا تو گروه خارجی که هستم اون هم گروهی که داریم با هم بازی میکنیم مثلا اگه خراب کنم یه نایس nice ترای میگن به من ام. مثلا میدونی اون ایرانیا. اون مثلا خود من خیلی حس بدی دارم اینه که ایمان میگه همون موقع که توپه خراب شده خیلی حس بدی دارم ولی بازم این حرفی که زده میشه خیلی همون موقع تغییر میکنه مثلا بهت ریمایند میکنن که آقا تو مثلا ترای خودتو کردی ام. ولی مثلا با گروه ایرانی که بازی میکنید بهترین حالتش اینه که هیچ کامنتی نمیاد دی دی. <applause> و اونم جالبه اینا تاثیر دادی و بعد ما از بچگی با این مدل قضاوتو بزرگ شدیم دیگه بعضی همون پاس به کفتار <applause> یه مثال اینطوری هم من در ادامه مثال فرضا بزنم کتا ای... بزن. ای... چی... برنامه برنامه. وقت برنامه تابوت تاب این بازی چیز هست مافیا که همه جا بازی میکنن اینا تو ونکوور هم چند تا تیم مختلف هستن بازی میکنن اینا من یه شب یه کدومشون رفتم از دور داشتم میدیدم بعد بازی که تموم شد خب کسایی بودن که تازه داشتن اون بازی انجام میدادن با اون تیم کسایی بودن که اصلا ایده ای نداشتن بازی چیه دفعه اول بود کلا بازی میکردن بعد خب اونا سوتی دا دا میدادن, میدادن تو طول دادن. بازی ببین بازی که تموم شد اینا شروع کردن رگبار گرفتن به این آدم جدیدا با اصلا اینا از مونده بودن بنده خدا که آخرش گفت اصلا دیگه ما اصلا نمیاییم مثلا آره. میتونم قبول بکنم اگه بازی کامپیتیتیو نه از قبل اصلا اعلام کرده بودن که همه رده ها میتونن بیان شرکت بکنن یعنی اینطوری بود که منم که از این بازی بدم میاد میخواستم امتحان بکنم ولی نرفتم خدا دوستی بود میگفت یکی بعد بازی میکنه بعد که بله بفهم کیاد بازی خود یه همه, 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 همه خل... خیل... یا <تصفيق> <تصفيق> یا فلانی یا خیلی بد داری <applause> خیلی به سلام علی سانچ سلام آره بعد براتون بگم از مشکلاتی که مغز ما داره فلاسفه و محققان میگن یه مشکلی توی کارکرد مغز هست این خیلی باله بهش میگن که reverse اینفرنس <applause> problem ریورس اینفرنس یعنی که مغز ما که هیچ اطلاعی نداره که بیرون چه خبره توی جعبه بسته به اسم جمجمه <applause> و تمام برداشتش از دنیای بیرون بر اساس سیگنالایی که بهش میرسه و قبلا صحبت کردیم <applause> توی هر دقیقه چشم ما حدود ده میلیون بیت اطلاعات میفرسته به مغز نم. بقیه حالا لامس و بویایی و شنوایی حدود یکی دو میلیون بیت اطلاعات میفرستن این در واقع مدلیه که مغز از دنیا و خودش میسازه از بدنی که روش سواره میسازه این ریورس اینفرنس پرابلم یعنی اینکه که میاد یه خروجی یه پیش آمد یه آتکامی رو میبینه بر اساس اون آتکامه میاد کاز یا علتش رو حدس میزنه یه ذره مثال بزنم راحت بشه مثلا اینو این, این خانم استاد دانشگاه توضیح میداد میگفتش که شما یه صدای بلندی میشنوید بعد مغز تو فکر میکنه که یا در مثلا کوبیده شد یا یه چیزی افتاد زمین یا یه تفنگی شلیک شد امه. این سه تا احتمال وجود داره مغز تو نمیدونه کدوم یکی از اینا اتفاق افتاده اه. بر اساس تجربه ای که داره میاد یه نتیجه گیری میکنه ریورس اینفرنس یعنی پیش آمد رو دید بر اساس پیش آمد میاد علت رو حدس میزنه امه. حالا شما فرض کنید توی یه دنیای ناامنی بزرگ شده باشید از لحاظ عاطفی هر اتفاقی که توی دنیای بیرون بیفته مغز شما به صورت خودکار یه علت بد براش پیش میکنه مثال میزنم فرض کنید توی جمعی نشستید دارید با یکی صحبت میکنید خب مثلا اونی که باهاش دارید صحبت میکنید حواسش پرت میشه خب یا اصلا توی جمع جدیدی ملت دارن راجع یه موضوعی صحبت میکنن که شما در اطلاع ندارید بهشون اطلاع ندارید که اون موضوع چیه مثلا اینترنال جوک یا حال هرچی اون مغزی که تجارب بدی داشته توی گذشته تجارب ناامنی داشته از لحاظ عاطفی حمایت نشده برداشتی که از این پیش آمد میکنه اینه که این آدم ها من رو مثلا دوست ندارن پس <تصفح> مثلا با طرف که داشتم صحبت میکردم حواسش پرد شد <تصفح> یا راجبه یه موضوعی صحبت میکنن که من اطلاعی ندارم اون مغزی که بچگی خوبی داشته تجارب خوبی داشته همیشه مورد مهر و محبت بوده همچین برداشتی نمیکنه یعنی پیش آمد یکیه ولی علتی که مغز یک شناسایی میکنه با علتی م. که مغز دو شناسایی میکنه کاملا متفاوته بعد کلا کاربرد مغزم زنده نگه داشتن دیگه مغز به صورت مداوم داره پردیکت میکنه اتفاقات رو این پیش بینی کردنه دقیقا بر اساس همین تجارب ماست و با از روش ریورس اینفرنس بعد میگه که مغز اگه فالس پازیتیو داشته باشه یعنی یه خطری رو که وجود نداره اشتباه بگه وجود داره براش خیلی بهتره از اینکه یه خطری که وجود داره رو کلا شناسایی نکنه آره. خب سورپرایز میشه آره. یه ذره ترم چیزش اگه فالس پازیتیو مغز سعی میکنه فالس پازیتیو بالا باشه واسه اینکه ریکالش هم حالا بالا قرار بگیره یعنی تمام اتفاقات بعد رو شناسایی کنه این هزینهش خیلی بدتر از اینه که اه, 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 اه تشخیصا تشخیصا بعد اصلا نفهمه آره <applause> تشخیصای خطاش کم باشه ولی یه سری اتفاق بعدو رو نفهمه مثلا چه یکی از دور داره میاد به تو حمله میکنه این اصلا تو رو ن... تو اگه مغز اینو نفهمه این خیلی هزینه برداره پس این مغزه شروع میکنه هی پردیکت کردن در واقع پیشامدهای خطرزا رو میخواد به تو هشدار بده حالا اگه فضای ذهنی تو امن باشه این پیشامدهای خطرزا خیلی حجم بیشتری از افکار تو رو در واقع تشکیل میده خب آخه مثلا وقتی که چه میدونم مثلا توی آپارتمان داری زندگی میکنی یه صدای جیغی میاد نمیگی بمبی از شادی ترکید تو خونه یارو که مثلا احساس کردی اتفاق و بعدی افته دیگه نمیدونم چرا هم واقعا هم اشتباه مشکل مغزیه است. این یعنی مشکلیه که ما داریم باش دقیقا هم که میخوای بگی بود شب بیدارمش میگوه این ماله کیه <gülhing> آره همون صلیقه... آره <resonated> جي... آره مثلا دارم چیزای اتفاقایی که جدید افتاده رو میگم مثلا اگه مثلا اون روزی بیرون وایسه بودیم یه صدایی اومد من اصلا فکر نکردم که یه چیز خیلی خوبی اتفاق افتاد می از نوع صدای تو بعضی موقعا میتونی بفهم که آقا این صدای پلان شده نبود چون اگه واقعی اگه قرار بود یه خوبی باشه یه همچین صدایی نمیداد آره اون صدا آره حالا اون مثال اکستریمشه ولی مثلا این حالا توی تستای روانشناسی این زیاد به کار میره اگه یهو یه رئیست به تو تکس بده لازمه با هم میتینگ داشته باشیم اولین حسی که داری چیه تعمومه. یه گندی یه جای خورده هممون این حسو داریم میگه ولی ذهن سالم نباید اینجوری فکر کنه اصلا گند هم بسم, بسم الله آره, آره ولی ماها به خاطر حالا شیوه تربیتی که توی فرنگمون هست وقتی می یکی میگه, میگه میخوایم باید صحبت کنیم هیچی دیگه یه جا رو ریدیم مثلا طرف میخواد بیاد خیر ما رو بشه اینو مدل کارکرد ذهن ماه و این بده این باعث استرابه حالا یه واقعا اینطوری یا به خاطر که ما خیلی این در واقع اینو شنیدیم اینطوری فکر میکنیم نه واقعا اینجوریه چی مثلا ما انقدر شنیدیم که انقدر اینو من شنیدم که آره تا یکی من میگه که وی نید تو تاک مثلا همه اوضاع خراب و فلان و اینا احساس میکنم که این دیگه مثلا خورونده شده, شده, به همون بقیه شده, شده نداره اصلا همینم باشه بالاخره خورونده شده به. آره یعنی منظورم اینه که واقعا شاید اینطوری هم از اولش ما فکر نمیکردیم ما انقدر تو فضای مجازی اینو دیدیم <laughs> <applause> نه, نه. تو بچگیمون با هم مثلا ایمان, ایمان. با. آره اگه مرا صدا کنه داستان میا. میشه خونه آره. که بریم با هم میخوایم صحبت کنیم الان بعد مثلا با, با یکی هم که میخوای صحبت بکنی مثلا این قرار صحبت از سمت تو باشه خود آدمم چیزه یعنی هی هی اینو چک بکنی که چه جوری بگم که اون حس بده به طرف مقابل آره دیدی یه وایس داشتم میفرستادم اصلا من بعضی موقع حالا اینو بگم الان جدیدا شب به این آگاه شدم بعضی موقع که با یه سری از دوستای سمی دارم صحبت میکنم یه جمله یه جمله که میگم بعد به این فکر میکنم که نکنه اینو اینطوری برداشت کنه من اصلا منظورم این نبود یعنی <تصفح> اینو تو خودمم میگه اصلا قبل اینکه ما وارد عمل بشیم انقدر اوور میکنیم همه رو خودمون مضطربیم ولی آره. اونی که میخواستی بگی و نبا میگفتی آخه اون چیزی که تو ذهن من خیلی مد یعنی البته نه ها رو شما نمیدید ولی خب هیچکی نمیدونه الان به آره. نمیدونه. نه منم نمیدونم ایشون هم نمیدونه فقط من و اون خود بنده خدا میدونیم ما فقط شد... علکی داشتی میگفتی نه همین همینی که داشت وایس میداد آها نه اون اوکی بود اوکی بود اون اگر که بک‌گراندش با... رو میدونه خیلی با... خوش داشت میگفت ولی خب آره نه منظورم اینه که اصلا اومد بیرون اصلا با بچهای خودمون چه میدونم با سپر با محمد با بچه خودمون هم موقعی که اصلا صحبت میکنم برایش که میام خونه میگم نکنه اینو اینطوری برداشت کنه یه درصد واقعا منظورم این نبوده ها یعنی یعنی اونو خودم تو ذهن خودم بعدا نشخار میکنم وقتی که یه ذره سعی میکنم خودم باشم یه زمان من فراد اذیت میکردم مثلا کار معمولی باش داشتم میزن وینیتو تو تاک منم گل میخورم استرابی جاج آره حالا بریم وارد این مکتب فلسفی رواقیگری بشیم اگه فقط سی ثانیه از این اپیزود رو میخواید گوش بدید همین سی ثانیه آینده رو گوش بدید یا میخواید برای کسی بفرستید همین سی ثانیه رو بفرستید میلا جان برای چیز برای ریلزمون همین جا رو شما بزن بره کلیپ کلیپ یه فیلسوف رواقی هستش با به اسم ایشون برده بودن خب خیلی حرف جالبی میزنه میگه که اصلا وظیفه اصلی زندگی به همین سادگیه اینکه حالات و اتفاقات رو تفکیک کنیم که کدوم خارجیه که من هیچ کنترلی روش ندارم و کدوم مربوط به انتخاب منه که روشون کنترل دارم بله. حالات و اتفاقات رو تفکیک کنیم کدومش خارجیه که من هیچ کنترلی روش ندارم و کدوم مربوط به انتخاب منه که روشون کنترل دارم این کارو که کردیم کجا باید دنبال خیر و شر بگردیم قطعا نه موارد خارجی که قابل کنترل نیستن بلکه اون مواردی که در درون خودمه و تصمیمات خودمه بشکافش دیگه چون که خب نیاز به در ادبیات فلسفی خودشون اینو گفتن اینو من ترجمهش بد در انگلیسیش خیلی خوشگل تر انگلیسیش هم داری؟ نه ندارم آره اینو ندارم حالا ستویکس یا رواقیون میدونن که روی اکثر اتفاقاتی که توی زندگی میفته هیچ کنترلی ندارن مثلا کووید اتفاق افتاد ما هیچ کنترلی روش نداشتیم فرض کنید شما یه کسی رو دوست داشته باشید اون حس متقابل نداشته باشه شما هیچ کنترلی روی موضوع ندارید یا شما یه کاری رو دوست داشته باشید که بدنش به یه کس دیگه بازم هیچ کنترلی روی موضوع ندارید به راه بالا بره اونم خب و حالا رواقیو میگن به جای اینکه ما انرژی رو صرف نگرانی اون موضوعات بکنیم که هیچ کنترلی روشون نداریم ما مدام باید به خودمون یادآوری کنیم که روی چی کنترل داریم و از این طریقه که ما به آرامش درونی میرسیم okay. این همین آقای اپیکتتوس میگه که ما از اتفاقاتی که تو زندگی برامون میفته رنج نمیبریم ما از قضاوتی که راجع به اون اتفاقات کنیم توی سر خودمونه که رنج میبریم توی حالا روانشناسی CBT Cognitive Behavior Therapy میگن که افکار ما احساسات ما و رفتار ما اینا همشون به هم فصلن افکار ما روی احساسات و رفتار ما تاثیر میذاره همش از فکر ما جاری میشه به این, این اوکی بود تا اینجا یا هنوز اه، نه اه... اون فلسفه اصلی کلا اینجوریه که میگه که آخه میدونی اه... یه فرقی داره مثلا واقعا تو چجوری میتونی وقتی نون شب نداری بخورید مثلا بیا به چی فکر بکنی آره بذار بگم خاصی ریفریزش بکنی گفتی فلسفه نه مثلا آره چیزو دارم, دارم م... میگم مثلا مثالی که فراد زد چون اینترست ریت ها رفته بالا این کاملا داره زندگی تو رو تحت تاثیر قرار میده دیگه ول بین. بینگ تو فلسفه داره. از کجا شروع شد یه تاجری بوده زینو آف سی ام اینو سایپرس من دیدم حالا سی هم دیدم حالا زینو <تصفيق> خب. <تصفيق> این یه تاجری بوده که نزدیک آتن که میرسه یونان کشتیش غرق میشه تاجری پولداری بود غرق میشه بدبخت هیچ چی دیگه نداشته خب <applause> فلسفه رو اصلا اینجوری پایه‌گذاری میکنه میره به جای که بزنه تو سر خودش میره توی کتابخونه شروع میکنه مطالعه کردن و اونجا در واقع بنای این فلسفه رو میذاره که میگه که یه عالمه اتفاق توی دنیا میفته ما روی اکثر اینا هیچ کنترلی نداریم تنها چیزی که ما روش کنترل داریم اون افکار ما و اون برداشتیه که ما از اون اتفاقات میکنیم. حالا کار عاقلانه اینه که ما بشینیم همه اون اتفاقات بعدی که فرض کنیم توی دنیا افتاده رو اوورتین کنیم یا سعی کنیم با اون ابزاری که داریم با اون چیزی که روش کنترل داریم انرژی رو بذاریم روی اون واکنش ما نسبت به اون اتفاقات چی باشه یارو کل زندگیشو از دست داده دیگه ثروتش از عالمه به صفر رسیده به جای اینکه مثلا بخواد بزنه همیشه تو سر خودش این مسیر رو انتخاب کرده برای اینکه به آرامش درونی برسه ما تهش جز آرامش درونی که چیزی نمیخوایم تو اگه دنیا رو هم داشته باشی آرامش درونی نداشته باشی زندگی تباهه <تصفح> <تصفح> ولی اگه کم داشته باشی در حد اینکه زندگیت به چرخه ولی آرامش درونی داشته باشی این میارزه به همه چیز به نظر آیسان هم اینو میگه عالی شد بعد حالا به این افکار و نداهای درونی تو سرمون که توجه کنیم اینا لزوما نماینده واقعیت بیرون نیستن هر چقدر هم که من میدونم مثلا وقتی آدم یه حسی داره اون حس خیلی واقعی به نظر میاد دیدی مثلا یه خوابی میبینی صبحش بیدار میشی یه حسی داری چون احساسات کارشون اینجوریه دیگه خیلی همه چیز رو واقعی به نشون میدن تو فکر میکنی که واقعیت دنیای بیرونه خب بعد میگه که این رواقیون به آدمهایی مشهورن که تحت هر شرایط سخت و بحرانی همچنان آرامش خودشون رو حفظ میکنن چون میدونن انرژی رو باید به جای اینکه صرف اون موضوعاتی بکنن که روش هیچ کنترلی ندارن روی اون صرف کنن که روش کنترل دارن فکر خودشون احساسشون و رفتار خودشون خب از اون هرسیان میتونم <applause> میگه که اینا باور دارن که یه شبکه به هم پیوسته علت و معلول توی هستی وجود داره به اسم لوگوس خب اه. 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 یعنی همه اینا مثل یه سری نودن که به هم وصلن و همش بالاخره این علت و معلول رو روی هم تاثیر داره و میگه که ما کنترلی روی خیلی از این رویدادهای این شبکه نداریم چرا؟ <سؤال> <سؤال> یکی گردم بله میدونین چرا بله تنها چیزی که روش کنترل داریم واکنش خودمونه به اون سلسله اتفاقات علت و معلولی متوجه شخص دیگهی <سؤال> که خیلی تاثیر داشته روی این مکتب فکری مارکوس آرلیوس این یه پادشاه روم باستان بوده خیلی پادشاه قدرتمندی بوده فیلسوف استویک هم بوده با اینکه خیلی قدرتمند بوده و هر کاری که دیگه داره گریه میکنه فرهاد چیه مشکلت چیه لوگوس از لوگوس آره بگذاریم دیگه بگذاریم نه شما راحت باش نه آخه بذار من واقعا چه بگم من لوگوس رو شنیدم نیم نگاهی بهشون ایشون کردم من نگاهم رو برگردوندم تو خلاقی کاش. من فهمیدم من فقط نگاه کردم من فقط نیم نگاه کردم من نگاه نباید بکنید آقا بعد کم توجهی زیاد اینو گرم شو نه خدا گرم آره. من ولی من خوش نکردم چشم آره در رو باز کنه صدا میاد <تصفح> آقای مارکوس آرلیوس پادشاه روم باستان خیلی قدرتمند فیلسوف رواقی بوده یعنی از رواقیون بوده این با اینکه خب همه قدرتی داشته و هر کاری عشقش میکشیده می‌تونسته انجام بده خیلی میگن آدم عادلی بوده هم. با سواد بوده شباب مثل که برای خودش مینوشته که حالا تحلیل میکرده اتفاقات روز و اینا رو بعد بعدا یکی مثل که این نامه ها اینا رو پیدا میکنه و انتشار میده به اسم مدیتیشن که ظاهرا آقای نلسون ماندلا که تمامو میشناسیمش توی 27 سالی که توی زندان بوده این مدیتیشن رو میخونه و خیلی تاثیر داشته روی اون کاراکتر آرومش و اینکه خیلی صلح طلب بود و این داستانا اسم همه رو آورد همین صلح طلب آقای احمد نژاد هم یاد بله خیلی جالب خیلی هم مکتبیه که عملیه ببین تا یه زمانی حالا فلاسفه و اینا همش راجع به این صحبت میکردن که انسان خوب باید چه جوری باشه <applause> بعد همین آقای مارکوس آرلیوس میگه که به که وقتمون رو تلف کنیم که راجع به این صحبت کنیم که آدم خوب چه جوری باشه خودمون باید خوب باشیم خود شروع کن اولین نفر خوب باش و میگه که زندگی خوب زندگیه که تصمیمات و کارهاش اخلاقی باشه حالا مورال باشه <applause> بعد اینکه حالا اخلاق چیه ما به چه مبانی اخلاقی باور داریم اینا این یه داستان جداییه خب ولی یه بحثی ما بودیم یه جایی مطرح شد طبق معمول بحث سر اون کالتی بود که یه روزی ممکنه شکل بگیره خب تو میخوای شکل بدیم. نه حالا یه زمانی ممکنه یه کالتی شکل بگیره بعد سوال شد که توی نرده. این کالت مثلا فلان, فلان فل آزاده عجب آره بعد اونجا من مثلا گفتم خیلی خیلی سیکرتی با همه شو بگی من نمیدونم من ما داریم اذیت میشیم نه ولی خب اوکی بگو میترسم کنسل نه نه اوکی سوال این بودش که مثلا فرض کنید رابطه جنسی هر مدلش آزاده و با هر کسی و مثلا اینا بابا اونجا مثلا یه ذره فکر کردم بعد گفتم که آره توی اون کالت مثلا فرض کنید آزاد خب بعد شبه شفتم تو خونه یه ذره فکر کردم و اینا اینجوری بودم که نه این ورژن بهترش اینجوریه که اون بستگی به ذات اون آدمه داره <applause> خب یعنی اون آدمه باید بره به درون خودش نگاه کنه ببینه که اون مدلی زندگی کردن هم خونی داره با اون کسی که هست حالا اینکه کسی که هست چیه و چقدر تحت تاثیر عوامل بیرون اینا رو من الان کاری اصلا بهش ندارم خب ولی جواب اون سوال توی اینه که آیا انجام دادن اون کار با ذات اون فرد همخونی داره <applause> اون چیزی هست که اون آدم میخواد بشه اگه داره همخونی داره و اون چیزی که اون آدم میخواد بشه میتونه بره با آدم باشه که انجام اون فعل هم براشون مشکلی نداره و همخونی داره با ذاتشون این هیچ اشکالی نداره امه. این میشه اون مدلی که اون آدم میتونه حالا مورال یا اخلاق یا حالا آداب هر چیزی که بخوایم در نظر بگیریم و تعریف کنه ولی اگه نداره دیگه اخلاقی عمل کردن اون فرد میشه منطبق با شخصیتش رفتار کردن منطبق با ارزش های درونیش رفتار کردن اینجوری نیستش که ما یه کتاب بدیم بیرون بگیم این ارزش درونیه، تو باید بری بشی این این اصلا اینجوری کار نمیکنه انسان به نظر من هر کسی یه سری ویژگی های خاص داره هر کسی یه قابلیت های خاص داره که هنر اینه که بری اون قابلیت ها، اون ویژگی ها رو درست شناسایی کنی و انتخاب های زندگی منطبق بکنی با اون چیزهایی که از درون خودت شناسایی کردی نه اون چیزی که بابات میگه نه اون چیزی که مدرسه گفته نه اون چیزی که هیچ کس دیگه میگه اون چیزی که منطبق با اون وجود تو این که چه جوری وجود تو پیدا کنی اینا را اصلا من راجع به صحبت نمیکنم اون خب اگه اگه تو مسیر این باشه که وجود رو بخوای پیدا کنی چی مثلا یکی تو کار باشه آره داره؟ تو مثلا میتونی بری یه چیز رو امتحان کنی بعد متوجه میشی که خب نه این این اون چیزی نبود که من میخواستم آه. تو اگه هیچ کاری رو انجام نده میشه میگن املای نانوشته غلط نده تو هیچ کاری رو انجام ندی که خب متوجه نمیشی کی اتفاقا به نظر من تو باید برید حالا اون یه مثال بوده ولی یه سری کارا رو انجام بدی تهش دو گوه بالا بیاری هیچ اشکالی نداره اشتباه کردن بری یه سری کار رو انجام بدی متوجه بشی تهش تحلیل کنی ببینی آقا این همخونی داشت با اون کسی که من هستم یا نداشت اگه داشت ادامهش میدی اگه نداشت تغییر میدی مسیر رو این حساب حالا این آدم که آقای آرلیوس که گفتش که خودت اون آدم خوبه باش زندگی خوب زندگی که اخلاقی باشه من به این باور ندارم که یه کتاب اخلاق میشه تعریف کرد همه انسانها انسان ها باید بر مبنای اون رفتار کنم ولی من به این باور دارم که هر کسی میتونه به درون خودش نگاه کنه و ببینه که حسش بعد از انجام چه کاری خوبه و بعد از انجام چه کاری خوب نیست اگه بعد انجام یه کاری که همه گفتن خوبه تو حست بده اون کار برای تو نیست نیست آره. و برعکسش هم هست آره مثال های دم دستیش مثلا ازدواج و بچه آوردن و اینا میشه دقیقا حالا من یه رنت میتونم بکنم حقا. من بعد سی یک سال زندگی آره من این یه رنتیه که تا الان برای من زندگی من پای داره جیدن هم بهش رسیدم اینکه آقا تو اصلا نیاز نداره همه رو خوشحال کنی این خیلی مهمه تو یعنی من میگم دیروز داشتیم یه کسی از یه منجلو یه منجلو میگشتیم بیرون این خودش انداخته بود توی رودروسی که بره بیا نفر کمک بکنه میگم آقا اصلاً, م... اصلا نیاز نداره اینکه جامعه میگه آره تو باید به هم نوعت کمک بکنی نه تو به خودت کمک کن روز شنبه یه روز تعطیل داری میخوای استراحت بکنی مهم. فاک ات. یعنی اصلا اصلا نیاز نداره که تو توی ذهن همه آدم خوبی باشی تو باید اولین ابلیگیشنت اینه که نسبت به خودت خوب باشی دیگه مهم. یعنی خودتو ببینی چه نیازهایی داری خودم من میخوام برم کوه روز شنبه مثلا میخوام برم بیفتم تو حیاتمون <متصفح> درسته هیچ کاری ندارم تو هم خیلی زندگی تحت فشاره تو هم نیاز به مثلا کمک داری ولی خودم هستن. ولی من خودم رو میخوام ببینم و این خودخواهی نیست این آدم مثلا نامرد بودن نیست این برخلاف اون چیزایی که به ما یاد دادن شاید عرفت. باشه ولی نصف اون چیزایی که از بچه به ما یاد دادن احتمالاً چیزای درستی نبوده <متصفح> <فقط> <متصفح> که اگه بود به اینجا نمی‌رسیدیم می‌بینی چی میگم من واقعا اینو جیدن بهش خیلی دارم روش کار میکنم که آقا اولویت زندگی من ایمان خود من ایمانم و اگر که مثلا میخوام یه کاری بکنم اول به خودم فکر میکنم خودم امروز چه جوری هم آره اگر که نگاه کردم دیدم که آره مثلا با حالا به قول کارون با اولویت های زندگی من میخونه امروز آره شنبه است ولی مثلا فلانی هم من خیلی دوستش دارم میخوام برم بهش کمک بکنم ولی به صرف اینکه مثلا طرف چه میدونم فامیلمونه اون فامیلت که فامیلت دیگه تو هم آدمی میدی چی میگم و بعضی موقع یه از آدم میشه که واقعا وقیهانه نزن دیگه <تص> اصلا طرف جدی دارم میگم نه نه, نه جدی دارم میگم یعنی شما ازتون ریکوستی نشده که به من هیچ وقت اینو از یه همچین کسی نمیخواستم فقط به خاطر یه نفر روشو داره از تو بپرسه دلیل نمیشه که تو مجبور بشی اون کار رو برای طرف انجام بدی اینو خیلی بهش فکر کن واقعا زندگی من از این رو به اون از روزی که فهمیدم که تنگیزی که باید بهش جواب پس دادم خودمم هم. واقعا من از این رو به اون خودش یه هنر ایمان تو که تو اون حد و مرزه رو بکشی یعنی اصلا باوندری خیلی واقعا یه ورکشاپ ستینگ باوندریز با هم دیگه به همه بریم خیلی خوبه یه پدیکور میریم بعد میریم <applause> نه واقعا جدی میگم من من اینه که دارم میگم من توی <applause> ورکشاپ های صدف اینو یاد گرفتم یعنی قشنگ با آه. هم دیگه صحبت کردیم و گفتش که باوندری گذاشتم برای خیلی مهمه طرف چه میدونم فلان کار تو میخواد میخواد که میخواد حالا از اولویت تو نیست تو زندگی تو همچین چیزی و تو اصلا نیاز نده و مردمم حالا مردم که میگم ماها خودمون ب... به واسطه زندگی که تا الان داشتیم خیلی خوب یاد, یاد گرفتیم آدم ها رو گیل تریپ بکنیم آی. که بذاریمشون توی رودرواسی که من برای از 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 که برای تو کاری آقا کردی کردی قبلا کردی حالا من الان نمیخوام این کار بکنم از این به بعدم این کارا رو برای من نکن دمت گرم مرسی ام. لطف کردی آره شما عصبی هم پشت دستم میذاره تو صورت ولی این این یه دیمید. چیزه <applause> نه نه این, <applause> <بگوید>. یه چیزی <applause> که من تو زندگی یاد گرفتم و فکر میکنم با چیزی که تو داری میگی این حرفی که تو داری میزنی <applause> بگو آره حالا این یه گوریزی بود به این مکتب رواقیگری هرکی که علاقه منده میتونه بره بیشتر بخونه کلی حالا جزئیات و مطالب جالب داره ولی برای من جالب بود میگم چون یه بازه ای خیلی تحت فشار بودم و اینا هیچ چیزی درست کار نمیکرد بعد با این مفهوم آشنا شدم و دیدم که نگاه به جای اینکه از در واقع بیرون به درون باشه باید از درون به بیرون باشه ما اول باید درون خودمون رو نگاه کنیم بعد بر اساس اون ببینیم کجای دنیا قرار میگیریم تا اینکه بریم دنیای بیرون رو نگاه کنیم ببینیم کجاش دوست داریم قرار بگیریم مهم. بعد بیایم درونمون رو با اون ست کنیم حالا دوستان راجب این این مطلب یه اپیزود حالا در آینده برم ولی این نگاه از درون به بیرون خیلی چیز جالبیه این فقط جمعش کنم خلاصه این در واقع های امروز دو تا حرف هست یکی اینکه ما باید تفکیک کنیم ببینیم که این اتفاقاتی که داره میفته حالا حالا ما رو بعد میکنه اینا بیرونی هن که ما هیچ کنترلی روش نداریم اه که اگه اینه باید انرژی رو از روش ور داریم بهشون نوردازیم ولی اگه درونیان و ما روش کنترل داریم اگه من میبینم که من همجوری نشستم فکرای منه که داره منو آزار میده این دیگه درونیه اه این ربط به دنیای بیرون نداره این چیزی که من روش کنترل دارم این چیزی که من باید درستش کنم حالا ایمان مدیتیشنو اشاره کرد من جدیدا انجامش بودم فوق العاده تاثیر داره توی طبیعت بودن فوق العاده تاثیر داره دوش آب و یخ بگیرید عجیب تاثیر داره اون ذهنه رو ما باید بتونیم کنترل کنیم چون حالا این مکتب هم زیاد بهش اشاره کرد دردایی که ما میکشیم از اتفاقات بیرون نیست از اون تحلیلی که ما توی ذهنمون راجع به اون اطلاعات داریم و ما رو این کنترل داریم اینکه بیرون کووید میشه اینکه نه کار ما رو میدن به یکی دیگه اینکه فلانی مثلا بعدی میکنه این تحت کنترل ما تو به هیچ وجه نیست چیزی که تحت کنترل من و توه برداشت من از اون اتفاقات یک دو واکنش من به اون اتفاقاته و ما رو اینا کنترل داریم این مورد اول بود مورد دوم این که میگه آدم خوبی باش این آدم خوبی بودنه با تعریف توه میگه من باور ندارم یه اینستراکشن مشخص از همه اون رو دنبال کنه One size ندارم. fit all نیست اصلا اینطوری نیست اصلا من به این موضوع باور ندارم ولی تو باید بری ببینی درون تو با چه مسیری همخونی داره اون که حالا چه جوری اونو ببینی اون خودش مسیر جدایی خیلی داستان داره و مسیر نامتناحیه یعنی اینجوری نیستش که تو مثلا ما به تشبه آره سی سال 31 سالمون ما اصلا 35 رسیدیم تمامشو زندگی رو فهمید، اصلا اینجوری نیست لحظه مرگمون ما باید به نظر من بریم دنبال این بگردیم که دو سال دیگه میشینه اینجا یه جوری اینا دیس میکنه <تصفح> آه... م... نه, <تصحان> نه یعنی ایوالف داری میکنی دیگه و آره. این این اگه که ببین اگه آدم تکبودی بودی که هیچ تغییری تو زندگی نمیکردی به یه چیزی ایمان داشتی تو زندگیت و همونم میرفتی تا تایش شلو به چه درد میخورد دیگه آره دیگه مثلا سال اول دیگه شناختیم دیگه دیگه دست دیگه شد آره دیگه داستان از اینجا شروع شد که من دقیقا رفتم رسیدم به اون چیزایی که فکر میکردم باید برسم و دیدم اصلا جواب توی اونا نبود به هیچ وجه توی اونا نبود و اونجا همه چیز توهی شد پوچ شد آه. رنگ باخت ولی خب یه ذره دارکش کنم میخواین دارکش کنم بله, چیزی که داشتم چند وقت پیش بهش نگاه میکردم با همین دید داشتم به ایران نگاه میکردم گفتم مثلا این اتفاقی که تو ایران داره میفته یه تاریخ مثلا 50 60 فوقش 100 دیگه توی grand scheme of things هیچ اصلا خیلی <تصفح> این این مدت زمانی که حالا ایران به فاک رفت با وجود دو... ما اصلا این یکی از پایه های چیز دیگه هیچ انگاری نایهلیزمه میگه شما هر کاری هم که بکنی هر چقدر هم مهم باشه انیشتین باشه ادیسون باشی ایلان ماسک باشی توی گستره تاریخ و پهنای یونیورس گیتی هیچه تمام شد معمولا اینطوریه پهنای گیتی شده کردی یاد آتفه افتاد چی بود ای بابا یه انسان سایجا که تو در فضای مجازی وجود باید با ذکر مثال بگیم و من بخشی تو میخواستی چیزی بگی نه نه یه سوال دارم بعد هم و اینو هم من اینکه آدم واقعا هیچی نیست من تو کوه واقعا بهش اشاره یعنی موقعی که میرسی انقدر اینجا جنگل داره موقع موقعی که مثلا میرسی به یه منظره میبینی که اصلا من نباشم هیچ اتفاق بعدی اینجا نمیفته آره یعنی آره اینو اینو هم بهش برسید اول اینکه هیچ آدمی ایریپلیسبل نیست یعنی این توی اگه جابتون به نظر رسیدین چ... که چی ای ای آره این توی, توی غیر قابل, غیر قابل جایگزی. جایگزی نیست یعنی اگه, اگه تو کارتون به رسیدین که وای من که دیگه خیلی جام امن دیگه هیچ کس نمیتونه کاری که من دارم این کمپانی رو دستای من میچ اینا که همش وره یعنی اینا که وقتی که اینو متوجه بشی یه بار خیلی زیادی از رو دوشت برداشت نمیشه شغل کن لذت ببر یه بزرگواری یه حرف خیلی قشنگی میزنه که از هم کلاسی بودن میگن که هر آدمی یه روزی قلبش میشکنه تنگوزی دراری دردش بیشتره حالا چی پا؟ آرمی نه پایا آره خلاصه اینم هست اینم یه شب شعری بود که گفتم که فکر نکنی که خودکس محتوا نداره بار محتواییش کمه بفرمایید شما سوالتون رو می‌خواستین از استاد بپرسید البته <تصفح> ایشون توی کنفرانس لوزانبورگ به این <تصفح> اشاره کرده بودن ولی بفرمایید در مورد این دست‌نویسای این فیلسوف که گفتی بعداً دیگه شد این یعنی شروع مدیتیشن از این نه نه فکر نمی‌کنم اسمش رو گذاشتن مارکوس اورلیوس کارون اخیرا توی تکساشینا خیلی دعوت میکنه به کنار آب رفتن و واقعا جوابه خیلی هیچ چیزی در جیبا. طبیعت بودن دیگه کلا حالا هر کی آره. آره من میگم اسمم کارونه با آب رابطه پس بنفو برید نه ولی واقعا خیلی میگم حالا چارت سیبیل نشستیم تو ونکوور داریم و بقیه میگیم بریم تو طبیعت ولی احساس تهران هم میشه رفت یعنی هر جای هر جای ایران اسوان داره جای طبیعت نه از موقعی که خوش کردن زاینده رودو هنوز داره آره اوایل رود آب شیراز آبا. میرن قلات یا میرن باغ باغ که ببین اصلا ببین میدونی که تو شیراز تو باق باق آب برای خوردن نشوشی یه باغو داری امه. یعنی اون کسی که مستجره یه باغو داره باز اگه باغت خیلی بزرگ باشه میشه باق چه با چقدر زیر بنا قرع عکسه بستگی داره اطراف تو قوزا با تو هم میلولت میلولت چه یزدی میشه این من دوست دارم دو تا تاپیک واسه اپیزودهای آینده پیشنهاد بدم تو پیشنهاد نه تو بیا نه 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 تیزرشو آره میزم رو دیگه برش دارید دیگه یکی راجع به سیستم پزشکی کاناداست یکی راجع به سیستم قضایی لیگال سیستم آها آه. آه. از, <تصفح> از, آه. از آه. نه. با آه. اون یکی بخش سیستم پزشکی من میتونم کمک کنم خیلی آره همه هم فکر کنم دلای پوری داریم از قسمت سیستم پزشکی ولی نیاز داریم ام. که مثلا یه آدم متخصص یکی که توی بدن کار باشه بیاد بتونیم ازش از از سوال پرسیم اینجا خفت کنیم خفتش میده. کنیم آره همینطور واسه لیگال سیستم حالا انشالله در اپیزودهای آینده کلیف خیلی داریم ما آره ما میریم یه مدتی یه مدتی بعد. آره یه, سر، یه سری کار باید انجام بدیم هر کدوممون آره ولی وقتی که برگردیم بناست که خوش روال سابق برگردیم یعنی یه سیزن رو شروع کنیم با یه برنامه مشخص حالا مدربه. هفته یه اپیزود یا دو هفته یه اپیزود ولی قراره که با برنامه مشخص برگردیم با فصل جدید دیگه یعنی یه رو با روال قبل حالا یکی دو ماه آینده اطلاع رسانی می‌کنیم توی آره فعلا یک دو ماه شما این 353 تا رو یه مرور بکنید که کویز می‌گیری که آره که میدونی به هر حال آره خیلی حرفا میتونم بزنم ولی نمیگم خیلی دوستتون داریم دیدی اینطوری میکنن خیلی دوستتون داریم واقعا ممنونیم که تا اینجا رو با ما بودید خیلی خوش گذشت دم همتون گم دیگه تا اپیزود بعدی توی تمام فاز مجوزیام که ما اسمو میدونید دیگه خودکسته فالو هم کردید کردید دمتون گم و من الله توفیق و ادلال هم فعلا خدا نگهدار خدا زن زندگی آزادی